بینندگان عزیز سلام، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقاتی رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. امروز جمعه 29 ماه آگست سال 2014 است و ساعت 12 ظهر به وقت واشنگتن، 9 صبح به وقت کالیفرنیا و 6 بعد از ظهر به وقت آلمان. خوشحالم که باز هم با خانم زهرا معینی هستیم، فعال حقوق بشر از انجمن زنان ایران از آلمان، و این برنامه توسط کانون آوا به شما تقدیم میشه. دوستانی هستند که سالهای سال جوونی و عمرشون رو با سازمان مجاهدین گذروندن، بعدن دیدن اون چیزی که دنبالش بودن سازمان نیست، عوض شده، اینها تصمیم گرفتن جدا بشن. متاسفانه سازمان رفتار خوبی با اینها نداشته. امروز حتی یک ویدیویی هست، اون رو هم باز نشون میدیم. قبلا که با خانم معینی صحبت کردیم اون رو نشون دادیم. خیلی از شماها عصبانی شده بودید از دست سازمان مجاهدین که این چه کاری است که اینها میکنن، حتی در رابطه با آقای قسیم، آقای روحانی و هر کسی که از اینها جدا شده، اینها توهین، تهمت، تهدید رو روا میدارن. بیش از این منتظرتون نمیذارم. امروز خانم زهرا معینی در رابطه با افشای دروغ‌های برنامه ویدیویی که 17 ژوئن به اصطلاح بود و ماهیت متضاد در سایت وابسته مجاهدین به نام ایران، ایران افشاگر صحبت میکنن، همچنین سوء استفاده ابزاری رجوی از اعضا در تشکیلات خارج از کشور رو عنوان میکنن. شما چه در حین این برنامه که به صورت زنده پخش میشه یا در اوقاتی که به صورت بازپخش پخش میشه میتونید پیام بذارید، حتی موقعی که این برنامه ها رو از بایگانی خوب و منظم کانون آوا یا صفحه تلویزیون مردم تیوی وبسایتش میبینید، میتونید اون موقع هم تماس بگیرید، ایمیل بفرستید، با خود این دوستان تماس بگیرید، پرسش هاتون رو مطرح کنید، نظراتتون رو بگید و این دوستان در برنامه‌های آینده یا مستقیما با شما تماس میگیرن. اگر افرادی هم هستن که مایل هستن از مجاهدین دفاع کنن، ما قبلا میگفتیم مسئولین، ولی به نظر میرسه که این کلمه مسئولین برای اینها درست نیست و اینها سوال هیچ کسی رو پاسخ نمیگن. حتی اگر هوادار هستید، عضو هستید، ولی مایل هستید از اونها دفاع کنید، تشریف بیارید صحبت کنید تا بینندگان نظر شما رو بشنون، نظر این دوستان رو هم بشنون و اونها قضاوت کنن. من اینجا در مقام قضاوت ننشستم و فقط بلنگویی رو در اختیار این دوستان قرار دادم تا صدای مظلومیتشون رو که در گلو خفه شده بوده سالهای سال به گوش شما برسونن. خانم زهرا معینی باز هم سلام بر شما، این شما و این هم شنوندگان و بینندگان تلویزیون مردم، میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. با سلام خدمت شما آقای صدی و بینندگان محترم مردم تیوی. برنامه دفعه قبل من چی میگم در مورد افشای ویدیوی 17 ژوئن در سایت وابسته به مجاهدین ایران افشاگر بود، ولی به دلیل کمبود وقت نشد که من مطالبی رو که گفتم رو بیشتر باز کنم، که امروز میخوام در ادامه همون برنامه دفعه قبل برای بینندگانتون تشریح کنم که چطور سازمان از افراد خودش سوء استفاده میکنه، اونم سوء استفاده های ابزاری در مناسبات داخل عراق به یه شکله، ولی خارج دیگه از همه بدتر توی خارجه. اما قبل از اینکه بخوام برنامه‌مو شروع کنم، باید یادی بکنیم، چون چند روز دیگه 10 شهریور و اول ماه سپتامبره، روز حمله مرگبار به اشرف که شورای ملی مقاومت رجوی یه اطلاعیه داده بود، قتل عام اشرف توسط نیروهای تحت امر مالکی در هماهنگی کامل با نیروهای تروریستی قدس صورت گرفت. اما هیچ وقت و هیچگاه به این سوالای ما پاسخ نداد که بعد از این همه سال از سرنگونی صدام و اینکه این هزینه های نجومی مجاهدین که خرج کردن، چرا برای خروج خرج کردن برای ستادهای انتخاباتی و دخالت در عراق سازمان مجاهدین خلق این خرج ها رو کرده، این افراد از عراق و لیبرتی تلاش نکرده که اینا بیان بیرون؟ آیا عراق بعد از سرنگون شدن
به قول رجوی میگفت صاحب خانه یا سید رئیس جای موندن بود. به راستی چرا سازمان 100 تا از بالاترین فرمانده های حفاظت اطلاعاتیش رو تحت عنوان یگان طلایی و فدایی در اشرف در تله مرگ نگه داشت؟ اطلاعات قوی به دست اومده از درون این سازمان حاکی از اینی که تعدادی بودن که آخرین اطلاعات رجوی رو داشتن و در سالهایی که اونو مخشوی شده بودن تصمیم میگن که تو تله مرگ بمونن و به لیبرتی نرن. بحث اموال اشرف هم فریبی بیش نبود و سازمان در یه داستان سرایی برای فریب اعضا و از نظر اونا سیستم اطلاعاتی اینطور مطرح میکنه که انگار رجوی اونجا بوده، در حالی که میگم اطلاعاتی که به دستمون اومده اینه که رجوی قبل از اینکه شکاف در سیستم حفاظتی اشرف بیفته در سال 2006 با هماهنگی نیروهای امریکای اشرف رو ترک کرده. اینها همه سوالات بی جوابیه که تا کنون تشکیلات رجوی از پاسخ دادن به اون تفره رفته و من هم گفتم که امروز یادی بکنیم چون یک سال گذشت و همچنان 2700 نفر در عراق لیبرتی در این شرایط بحرانی عراق هستن. اما برمیگردیم به بحث خودمون. یه سازمانی که خودش رو آلترناتیو میدونه و حرف از حقوق بشر، برابری زن و مرد میزنه، نمیدونم این واقعا نمیدونیم ما این چه سازمانی که تا در درونش هستیم، در درون اون تشکیلات هستیم، حرف زدن با دیگران میشه محفل. وقتی هم که میایم جدا میشیم حرف که میزنیم میشیم مزدور. خاک بر سر این سازمان بکنن که اینقدر فقط مزدور پرورش میده و نمیدونم واقعا از چی میترسه. من نمیدونم واقعا اگر رو حقیقته که باید بالاخره نترسه بیان همه حرفاشونو بزنن، از این میترسه که ماهیتش برای همگان روشن بشه، چون مبنای اون پایه‌گذاری که مسعود اون سازمانو کرد فقط رو دروغ و فریب و کلاهبرداری و این چیز. من هیچ وقت خودش مسئول ندونست که بیاد پاسخ بده. الان هم که خب همه شاهدن که 12 سال غیب شده. تا زمانی که خود من در مناسبات اونها بودم، بعد یه کوتاه من میرم به مناسبات داخل عراق ولی زیاد بهش نمیپردازم چون مناسبات خارج کشور رو میخوام بیم، ولی مسئولیت هایی که من در عراق داشتم رو بازگو میکنم. تا زمانی که من در مناسباتشون داخل عراق بودم، فرمانده دسته مکانیزه رو به من دادن و دوره فرماندهیمو گذروندم. بعد به حلقه نزدیکتر به رهبری در اومدم و به مقر رهبری وارد شدم که اونجا مسئولیتی که داشتیم تو تیم حفاظتی بود قرار گرفتیم و خانم هایی که می رفتن اونجا یعنی ردشون می شد هیئت اجرایی یا شورای مرکزی و از امکانات اونجا استفاده می کردن چون هر کسی رو اونجا نمی بردن. خب بعدم که من تیم حفاظتی خود مریم در اومدم و با اون به فرانسه اومدیم، در میشیم نور چشمی و فرد مورد اعتماد اونها که میشه پولهای کلون رو برای اونها جا به جا کرد. اما همین که من لب به سخن یعنی حرف زدم مزدور نامیده شدم و اینکه تو حاشیه و اصلا اینکه من درون اونا نبودم، یعنی خیلی قشنگ پرسونلی منو پاک کردن. یه خیلی از دوستان سوال کرده بودن، نوشته بودن که در مورد روابط و مناسبات درون این تشکیلات و اینکه چرا مسعود رجوی از من شاکیه، و
و من رو به عنوان یک مزدور نام میبره و در اون فیلم اینطور مطرح میشه که این اصلا تو تشکیلات نبوده، مگه زهر موینی چی کار کرده که این در یک لحظه مزدور میشه؟ خب من برای همگی توضیح میدم که چرا، به چه علت این حرفا میشه. همه اینا یه شعار پوچه برای فریب دادن اذهان مردم، برای اینکه غیر از این نمیتونه باشه. و در داخل تشکیلات هم شعارهای پوچ و توهمات رهبری و سران این فرقه است که باعث شده که یه مثل تار عنکبوت روی این بچه ها بیفته و نتونن کاری بکنن. اون همینطور که دفعه پیش هم گفتم، سازمان در مورد بعضی از موارد ابتدایی ترین مسائل رو زیر پا گذاشته، مسائل اخلاقی رو زیر پا گذاشت. خب دیدیم که همه رو به جون هم انداخت، خواهر مقابل برادر، پدر مقابل بچه، بچه ضد پدر مادر، یعنی این وسط آب رو گلالود میکنه که بتونه چند سبایی نفس بکشه. زمانی که مریم رجوی رئیس جمهور مادام العمر میشه و اون به همراه 450 نفر به خارج از عراق فرستاده میشه، من هم عضوی از همین تیم حفاظتی با ایشون که از مقر رهبری اومده بودیم با ایشون اومدم. ولی قبل از اینکه بخوایم از عراق خارج بشیم، ماها رو اینجوری توجیه کردن که ماموریت ما حفاظت امنیت در اروپا و اینکه اروپا رو یخ زده و ما باید این یخ ها رو آب کنیم و بهش گرما ببخشیم. مهر تابان رو به اونجا میبریم که سرچشمه نور و گرماست و باید مردم بیشتری رو با اهداف سازمان آشنا کنیم و ما باید از محدوده عراق بریم بیرون و این دایره بزرگتر باید بشه. زمانی که من به فرانسه اومدم، چند روزی که توی خود اوورسورواز بودم، بعد یکی از مسئولین به من اومد پیش من و گفتش که تو میری تو کار مالی اجتماعی. من گفتم مالی اجتماعی یعنی چی؟ اصلا نمیدونستم. گفت یعنی این که میری تو خیابون یه دونه آلبوم بهت میدن، مسئول مربوطه تو رو بیشتر توجیه میکنه و پول میگیره از مردم. من اصلا نمیدونم بگم که تو اون لحظه هم خجالت کشیدم، هم مثلا مونده بودم که تا توی سازمانیم با ما میگن این پولا از کمک مردم ایرانه، ولی اینجا ما مثلا گفتم بذار ببینم مثلا چجوری میشه. من رو به یکی از پایگاه های چیز بردم، توی پاریس رفتیم در حدی که سلام روز بخیر به ما کمک کنیم، ما برای این ارگانیزیشن کار میکنیم، بعد ما برای بچه هایی که پدر مادر ندارن آوارن پول جمع میکنیم، شما هم پول بدید به ما. در بعضی موارد من بعد سلاح استراتژیکم رو دم میآوردم که در دستم بود، بهشون گفتم که من مثلا دستم اینجوری شده، ببینید من دارم به اینا کمک میکنم. یه فکر میکنم دو سه هفته بود که من توی فرانسه بودم، یکی دو سه مرتبه هم کار مالی رفته بودم. یه روز گفتن که فرانسه وضعش خوب نیست، میری آلمان برای پناهندگی، اونجا خیلی بهتر از فرانسه است. که منو به همراه زهر شیر محمدی و سودابه ملازاده از فرانسه با ماشین وارد آلمان شدیم. من و زهر شیر محمدی در یه محور بودیم، زهر شیر محمدی معاون محور بود. بعدم که اومدیم اینجا، سودابه هم به خاطر اینکه اینجا قبولی داشت و میتونست رانندگی کنه، چون ماها که چیزی نداشتیم، پاسپورتی نداشتیم که بخوایم با قطاری بیم،
با ماشین اومدیم چون مرزم کنترل نداشت و ما از مرز بلژیک وارد آلمان شدیم و به پایگاه نیکوسینی کن رفتیم. بعد از اینکه به اونجا رسیدیم روز بعد برای ماها نشست گذاشتم برای بچه هایی که از عراق اومده بودن. ماها رو اول با سیستم آلمان آشنا کردن که سیستمش مثلا سوسیالی صندلی های پارلمانش نمیدونم حزب سبز و حزب نمیدونم اینا چپ راست قرمز اینا رو داره. آخر سرم برگشت گفتش که توی این احزاب توی مجلس اینجوری میشینن که دوتا کرسی هم نئونازیستا دارن. یا من برگشتم بودم که ما توی کشور دموکراتیک اومدیم، چه جالبه نئونازیستا دوتا کرسی دارن، پس چرا ما میگیم نه شاه نه شیخ؟ تو ببین قرار نیست که تو سوال کنی، ما تو رو با این چیز آشنا میکنیم که تو بدونی که با مردم چجوری باید رفتار کنی. خب همونجا مثلا چیز کردن، اومدن گفتن که تو اجازه نداری فکرتو بذاری باز بشه. در کنار این که اینا رو گفتن یه کلاس زبان مثلا گذاشتن در حد چند تا چیز، روز بخیر، ظهر بخیر، نمیدونم شب بخیر، به ما کمک کنین این ارگانیزیشن. این همون ریلی که ما توی فرانسه به همون یاد دادن تو آلمان هم به زبان آلمانی یاد دادن. بعد روز بعد مثلا چیز کردن گفتن ببینید این کلاسورا رو شما میگیرید، توی این کلاسورا چی بود؟ کارت شناسایی بود، منتها کارتای شناسایی که بدون عکسه. اجازه کار بود که از شهرداری اجازه کار گرفته بودن و یه سری عکس از همین بچه هایی بود که از پدر مادراشون جدا شده بودن، از عراق اومده بودن اینجا، منتها با یه سری فوتوشاپ ها اینا رو مثلا نشون داده بودن که توی مرز ایران و ترکیه، توی مرز عراق و اردن، یا تو مرز پاکستان و ایران، یعنی مرزها رو مشخص کردم که ببین ما به این چیز این به اینا کمک میکنیم. بعد یه صفحش هم بود این که طرف اسمشو مینوشت و امضا میکرد، بعدم اسم بود، مبلغی که پرداخت میکنه و امضا. جالب این بود که اگر دو مارک به ما میدادن، به ما میگفتن که جلوی اون دو رو صفر هم بذاریم، نفر بعدی که میان میگه خب این 20 مارک داده، منم مثلا 20 مارک میدم. میدونید یعنی این چیزا رو خب به ما اون موقع داشتن آموزش میدادن. و اینکه به ما قلک ها رو آوردن، این قلک ها اینقدر این پلمپا شل بود خیلی راحت این درا اینجش میکشیدیم بالا، پولا رو از توش در میبینیم. بعد اینکه به این درا باید یه طوری باشه که نه خط به بدنه بیفته نه پلمپ آسیب ببینه و ما روزانه اینا رو خالی میکنیم. آخر ما هم که میخواییم ببریم شهرداری تحویل بدیم اونجا پلمپش رو وا میکنه در حد 5 مارک، یعنی ما تو هر قلک مثلا 5 مارک میذاریم که بهش مالیات نخوره. و اینکه وقتی که پولا رو درآوردیم، پولای خورد چجوری رول میکنیم، اسکناس ها رو چجوری رول میکنیم، چجوری باید اینا رو ببریم بانک تعویض کنیم، کی این کارا رو میکنه. خب اینا چیزایی نبود که بخوان به هر کسی بگن. خب منم یه مدت وارد این کار شدم، رفتم و کار مالی اجتماعی. بعد دیدن که خب من به طور مشخص خود من چون وضعیت دستم اینجوری بود، گفتم که این احتمال داره یه مشکلی پیش بیاد. من گفتم نمیخواد دیگه بری کار مالی اجتماعی، میگه برو توی پانسیونی که اطفالی توش نگهداری میشد که پدر مادرهاشون به یه امیدی اینا رو به سازمان سپرده بودن که سازمان در امکانات اینجا
بتونه این بچه ها توی این سیستم رشد کنن، بشن میلیشیاهای آینده اون سازمان. توی اون پانسیون رفتم، واقعا واقعا خیلی وحشتناکه. وقتی که رفتم مثلا نوع برخوردشون، خب خیلی از بچه ها منو میشناختن، از قرارگاه اشرف میشناختن منو، دویدن دورم، خالی مثلا از مامانم چه خبر، از بابام چه خبر. بعد مثلا با من دعوا میکردن که تو نباید با اینا رابطه بزنی، رابطه عاطفی بزنی. خب چرا نباید رابطه بزنم؟ اون میاد میپرسه مادرم آره خوبه، از راضی ازت که درس تو بخونی. مثلا به ما میگفتن بعد بگی راضی که درس تو بخونی، بعد راه ما را ادامه بدی. برای یه بند یکی از بچه ها دقیقا نمیدونم اسمش چی بود، من مجبور بودم بعد براش نامه مینشن، یعنی از طرف پدر مادرش. روز قبلش خبر شهادت پدرش اومده بود، ولی من باید براش نامه مینشن پسرم حالت چطوره خوبی؟ یعنی شما حساب کنید که چجوری با عاطفه این بچه ها اینا بازی کردن. و جالب این بود که ما باید وقتی که بچه ها رو می بردیم مدرسه، برمیگشتیم مثلا، خب چون مدرسه اینجا 4 ساعت پشت سر هم نیستش که بگه هر روز 4 ساعت میرن سر کلاس، بچه های ابتدایی 2 ساعت میرن، 3 ساعت میرن، دیگه بستگی داره به اینکه تو چه کلاسی باشن. تو اون محدوده زمانی که حالا مثلا فرضش 2 ساعت بود، ما بعد برمیگشتیم این نامه رو مینوشتیم با سیب زمینی، مهر عراق رو درست میکردیم میزدیم، بعد اون سیب زمینی رو یه جای مینداختیم سطل آشغال. بعد وقتی این بچه میامد میگفتیم که بیا برات امروز پیک از عراق نامه آورده. یعنی آی سربی اینقدر این وحشتناک بود این حرکت اینا، واقعا من گریه میکردم، میگفتم که خدای شکرت که من بچه ندارم. یعنی بدترین دعا رو در رابطه با خودم میکردم، خدای شکرت که من بچه ندارم. ببینید از دولت آلمان به خاطر اینکه اینا پدر مادر ندارن پول میگرفتن، یعنی هم از اداره کار پول میگرفتن، هم از سوسیال، همین که چون دارن اینا رو سرپرستی میکنن یه پول اضافه بهشون میدادن. برای خود این بچه ها خرج نمیکردن، به این بچه ها پول تو جیبی یه مارک میدادن، میگفتن که آخر هفته ما میبریم تو فروشگاه، فقط مثلا اگه میخوای این شکلات بخری باید بشه یک مارک و مثلا یه فینیک بشه، ما اون یه فینیک رو نمیدی. من اصلا دیگه واقعا داشتم، یعنی تنها جایی که میتونستم خودم رو خالی کنم وقتی اینا نبودم برم بیرون گریه کنم. وقتی دیدن من به لحاظ روحی روانی، یعنی واقعا منو تموم کرده بودن اینا روحی روانی، گفتن که باید بری برای اداره مهاجرت، ما برای چیز درست میکنیم که بری اداره مهاجرت که بتونی بری تو کار مالی، تو کار مالی بهتر میتونی چی میگن بازدهی داری تا اینکه توی پانسیون نشستی یا گریه میکنی یا تناقض هم میکنی، یا اینکه میگی خدای شکرت مثلا بچه ندارم، هید جربس میکنی. گفتم بابا این نونایی که شما میگیرید میبرید واسه این بچه ها، این نونا رو میبرم واسه باغ وحشا. شما به ما میگید که این نونا رو بردارید داغ بذارید توی فر، آب بزنید دوباره تازه میشه. مگه اینا پول ندارن؟ چرا برای خودشون استفاده نمیکنیم؟ خب دیدم اینجا خیلی چیز میشه، گفتم که این زیادی دیگه داره چشم و گوشش وا میشه که تا بیشتر از این مشکل و پروبلم اینجا درست نکرده ببریمش یه جای دیگه. خلاصه وقتی که اینطوری شد یه چند ماه گذشته بود دیگه، منو بند برای اداره مهاجرت
ولی ببرن که اداره مهاجرت منو معرفی کنن. قبلش واسه من یه دونه کیس نوشتن، یه کیس نوشتن که من اون کیس رو دفعه پیش خوندم ولی باز هم میخونم. شما آقای سربی بفهم سوالی ندارید؟ نه، من یه عکس دیدم که در رابطه با دستتون هست امروز، چون گفتید به خودم اجازه میدم این رو بپرسم، ولی میذارم در اختیار خودتون که هر وقت خواستید توضیح بدید. بعد این ماجرای نقل و انتقال پول خیلی جالب بود، قبلا هم شما به این نکته اشاره کرده بودید. از اون جالبتر این بود که شما اینجور که توضیح میدید از اصل همه این ماجرا بر اساس دروغ هست. یعنی وقتی که ما میبینیم دولت آلمان به اینها اجازه جمع‌آوری کمک میکنه، از اون ور اینها باید این رو گزارش کنن به شهرداری و یا به اون قسمت دارایی و مالیات بدن، از اونجا کش میرن. از این توضیحی که دادید راجع به بچه ها اجازه بدید برای بینندگان بگم که به چه صورت هست. اینجا بعضی وقتا افرادی میتونن به عنوان اینکه از بچه ها یا سالمندان نگهداری میکنن یک حقوقی به عنوان پرستار و قیم دریافت کنن، و شما میگید اینها هم پول میگرفتن برای نگهداری از بچه ها، هم پول میگرفتن به عنوان نگهداری از اونا به عنوان سرپرست و قیم، ولی رفتار خوبی با بچه ها نداشتن و حتی خوراک خوب و اینها بهشون نمیدادن. البته به نظر من خب این عیب نداره که مثلا ما خودمون هم تو آلمان که بودیم گهگاهی سعی میکردیم مثلا نونی رو که امروز دیگه ارزون میکنن بفروشن، اون از لحاظ اقتصادی عیب نداره. ولی وقتی که ما میبینیم یه سازمانی از پایه و اساسش از A to Z به قول ایرانی ها از الف تا یه اینجوری بر اساس دروغ هست، من اصلا دیوونه میشم که میبینم که باز اینها دارن تلاش میکنن. و شما ناراحت نباشید که به شما گفتن به اصطلاح عضو نبودید یا نفوذی بودید. من اینجا با آقای قسیم قبلا مصاحبه کردم، خانم شیرین نریمان با ایشون مصاحبه کرده. آقای قسیم به عنوان یکی از سخنگوها و یکی از افرادی که اینها رو جمع میکرد، آقای دکتر روحانی همینطور، و میبینیم که اینها امروز اینجوری مورد تهمت قرار میگیرن. واقعا جای سوال هست برای اونایی که هنوز هم هوادار مجاهدین هستن، از خودشون اول سوال کنن، بعد از مسئولینشون سوال کنن، و اگر کسی جوابگو نیست خود همین شروع میشه که اقدام کنن، تحقیق کنن، ببینن که شما درست میگید یا سازمان. در اصل من ممنونم. یه سوالی رو که از دوستان فرستاده برای شما روی اسکایپ قبلا فرستادم، هر وقت که وقت داشتید به اون سوال هم لطف کنید و پاسخ بدید. بفرمایید. اون کیس رو لطفاً نشون بدید. بله. شما چون متن آلمانیش شما دارید، من فارسیشو میخونم. بله شما صحبت کنید، من اونو نشون میدم چون این فرق. در اون کیس برای من اینجوری نوشتن: نام من زهرا معینیه، در تاریخ 26 ماه می 1967 در تهران متولد شدم. مدرسه‌ام رو در تهران به پایان رساندم. در سال 1978 هنگامی که هنوز به مدرسه می رفتم قیام علیه رژیم شاه شروع شد و من هم در این قیام شرکت کردم. بعد از انقلاب با سازمان مجاهدین که رهبرش مسعود رجوی بود آشنا شدم. فعالیت هام رو با گوش دادن به سخنان آقای رجوی شروع کردم. آن زمان در کنار فعالیت های سیاسی که داشتم هنوز به مدرسه می رفتم. فعالیت های سیاسی عبارت بودند از شرکت در میتینگ های مجاهدین، توزیع نشریه مجاهد، جمع‌آوری کمک‌های مالی، حمایت مالی از سازمان. همچنین سعی می کردم تظاهرات هواداران رژیم را به هم بزنم. به خاطر موارد بالا کاملا برای رژیم شناخته شده بودم. در حقیقت کل خانواده من فعال سیاسی بودن و زندانی سیاسی زمان شاه و خمینی بودن. عمه، عمو، پسر عمو، دختر عمویم، عموهایم همه زندانی سیاسی بودن. آنها مورد شکنجه قرار گرفتن و 3 تن از آنها توسط رژیم خمینی کشته شد که اسامی آنها به این قرار است که قرار شده بود من اسمایی رو بذارم که
خودم بدونم. ببخشید خانم معینی، من صدای شما رو قطع میکنم حرفتون رو. این منظورتون کیسی هست که مجاهدین برای شما آماده کردن؟ برای من نوشتن، دادن به آلمان. من الان همشو میخونم، آخر سر براتون توضیح میدم. بله بله بفرمایید. در سال 1986 با یک هوادار سازمان مجاهدین ازدواج کردم تا بتونیم به فعالیت هامون ادامه بدیم. 10 روز بعد، یعنی 10 روز بعد از ازدواج دستگیر شدیم. در همون ماشینی که ما رو به زندان منتقل میکرد شکنجه شروع شد. من به شدت کتک خوردم. ده ماه تمام در سلول انفرادی بودم و من نمیدونستم به چه دلیل دستگیر شده بودم. از شوهرم هم هیچ خبری نداشتم. بعد از 10 ماه زندان محاکمه من شروع شد. در دادگاهی که چند دقیقه بیشتر طول نکشید به 5 ماه، اینجا اشتباهی شده 5 ماه، 5 سال زندان محکوم شدم. 2 سال و نیم تمام مورد شکنجه های مستمر قرار گرفتم که آثار این شکنجه ها هنوز روی تمام بدن من قابل مشاهده است. 10 ماه بعد از دادگاه توانستم با خانواده‌ام ملاقات داشته باشم، ولی طبیعتاً نمیتونستم با حضور پاسداران راحت صحبت کنم. در سال 1988 بعد از عملیات فروغ جاویدان و بعد از کوشش فراوان خانواده‌ام، به خصوص پس از موضع‌گیری منتظری معاون خمینی در سیستم ولایت فقیه و علیه اعدام‌های خودسرانه که باعث برهم ریختگی زندان‌ها شد، خانواده‌ام پول فراوانی پرداختن و مرا از زندان بیرون آوردن، با این شرط که هر هفته یک بار خودم را به کمیته محل معرفی کنم و شهادت بدم که با کسی ملاقات نکردم و هیچ رابطه‌ای با مجاهدین ندارم. من آروم آروم بدون اینکه رژیم بفهمه فعالیت‌های سیاسیم رو شروع کردم. بعد از مدتی در اصفهان ادامه دادم. مدت‌ها بعد پس از عملیات مروارید فعالیت‌هایم تشدید شد. ما اخبار این عملیات رو پخش کردیم و شادی فراوانی ایجاد کردیم. در عرض این مدت همیشه ارتباط با سازمان داشتم و 3 هسته مقاومت را تحت حمایت خود داشتم. در ماه آگوست 1993 اعضای شورای رهبری معرفی شدند. همه این اعضا زن بودند. مسلماً این مسئله برای رژیم خمینی ضربه بزرگی بود. مریم رجوی به عنوان رئیس جمهور دموکراتیک اسلامی انتخاب شد. به من اطلاع داده شد که من به عنوان عضو شورای رهبری انتخاب شدم. به همین دلیل تصمیم گرفتم با وجود همه مشکلات ایران رو ترک کرده به پاکستان برم. خب ببینید، این کیسی که اینا دادن برای من که بعداً من اینو بیشتر بازش میکنم که ببینید اصلا دولت آلمان این کیس رو قبول میکنه یا نه. خودشون هم با وسیله مترجمشون اینو به آلمانی نوشتن دیگه. بله، همون افرادی که مثلا خب دارن، اینا از این افراد هست که تو روابط عمومیشون کار میکنن. من ببینید، وقتی که من این کیس رو گفتم، این نام است، این کارت شناساییه که این پایینش نوشته بیوه، زن شوهر مرده. اینو این کارت اولیه است که برای من از اداره مهاجرت درست شد. یعنی به هم دادن که بدونن من اینجا اومدم، خودم رو پناهنده شدم. بله. بعد از اینکه من این کارت رو گرفتم و کار قانونی رو ریلش افتاد، ماموریتی به من دادن که من باید از آلمان برم بیرون، برم نروژ. دفعه پیش من این گزارش آخرین وضعیت حقوقی
بود که بهتون نشون دادم. شما سوال کردید که پری و باقر کیا هستن؟ اینا از مسئولین روابط عمومی هستن که سر اینا آقای جواد دبیرانه. همونطوری که میبینید پری برای من نوشته که تقاضای پناهندگی داده شد و در شهر کل تقسیم گردید 30/11/93 تا به پایین. خلاصه به من گفتن که من باید برم کشور نروژ رو تحویل بگیرم، میشم مسئول نروژ و با یه پاس دیگه گفتن که یه سری کدارم بهت میدیم که حواست باشه توی چیز، توی تلفنی که داری مثلا با ما صحبت میکنی نگی پاس، مثلا برای پاسپورت، برای زن یا برای مرد، اگه برای زن بخوای میگی کدامن رنگ مثلا آبی، اگه برای آقایون بخوای میگی کدشلوار رنگ مثلا سبز. با کدامن کدشلوار این یه اسم رمز بود. یا اینکه مثلا اگه میخوای سیستم امنیت رو اسم ببری نمیگی پلیس، میگی نیش زنبور. این چیزا مثلا یه چند تا چیزای اینجوری به هم یاد داده بودم، ولی خب دوتاش بیشتر یادم نمونده که براتون گفتم. خلاصه منو با یه پاس دیگه از کل به بندر هامبورگ رفتیم و یعنی کشتی قطار رفت توی کشتی، ما با کشتی رفتیم سوئد. ساعت 2:30 صبح ما از کشتی پیاده شدیم تو بندر یوتوبوری. قرار بود ساعت 2:30 شب یکی از هوادارا اونجا باشه که ما رو بیاره به استوکهلم که متاسفانه نیومد. من هرچی زنگ میزدیم میگفت میاد. توی اون چیز ببینید، توی اون زمانی که رفتیم هوا خیلی سرد بود. من از ساعت 2:30 تا 7 صبح تو خیابون مونده بودم. فقط اینقدر میدونم که دست پام یخ زده بود، دیگه نمیتونستم هیچی بردارم کاری بکنم، تا اینکه بالاخره سوار قطار شدیم. با هزار بدبختی که بود رسیدیم به استوکهلم، اومدن دنبال ما، رفتیم توی پایگاه. مسئول پایگاه میخندید که آخه مونید سرما. حالا مثلا خیلی جالب بود، برو دستورتتو بشور بیا یه خورده یخت باشه. بعد یکی از هوادارا برگشت گفت این الان اگه دستشو به آب داغ بزنه برای همیشه فلج میشه. گفتم خب من باید چکار کنم الان؟ دستای من سیاهه، من قدرتی هیچی رو ندارم که بگیرم. اون گفت من برات درست کنم. منو با همون کفشا، گفت چون کفشا در نمی اومد از پا، گفت برو توی وان همینجوری بذار من آب سرد و نمک رو وا میکنم روی پاهات، روی دستات. بعد این آب باید قطره‌ای گرم بشه، اینقدر قطره‌ای گرم بشه که حس برگرده دوباره. خلاصه با یه ساعت و نیم فکر کنم ما داشتیم همین کار میکردیم تا از اون کرخی در بیاد. بعد با از استوکهلم با ماشین رفتیم نروژ، اسلو. رفتیم تو پایگاهی که قرار بود من برم و برم سیستم نروژ رو تحویل بگیرم. توی نروژ هم مثلا خب چیزایی که بود جمعیت ایرانیش، جمعیت اصلا خودش، نمیدونم کجاها میشه فعالیت کرد، چه نوع فعالیت هایی میشه کرد، اینکه ماها چی کار میکنیم، از این چیزا رو بعد ریز تحویل میگرفتیم که مثلا من بشم مسئول نروژ، شخصی که بود برگرده و بیاد مثلا یک کار دیگه انجام بده. فکر کنم 3 یا 4 هفته بود که من نروژ بودم.
که مریم رجبی خواست که همه مسئولین برن بیان فرانسه، که ما هم از نروژ، من و سودابم از نروژ با ماشین اومدیم سوئد، از سوئد پرواز کردیم به دوسلدورف آلمان، از دوسلدورف هم با ماشین، چون از دوسلدورف تا چیز فرانسه زیاد راهی نیست، 3 ساعت یا 4 ساعت بیشتر نیست، رفتیم به سمت فرانسه. روز بعد که نشست بود همه مسئولین از همه جا اومده بودن. مریم رجوی از پرسید خب چه خبر، چی کار دارید میکنید، بعضیاتون تازه این، بعضیاتون قدیمی، تازه ها پاشن ببینن بگن چی شده، نمیدونم پاشن بگن که انقلاب براشون چه کار کرده اینا. همه پاشدن میسر زار گریه میکردن، وای خواهر مریم ما توی نمیدونم اینجای انقلابمون سوراخ وارد شده، اینجا ما تو رو نفهمیدیم، یه سری از این چیزایی که خودشون میدونستن. منظورشون انقلاب سازمان، انقلاب ایدئولوژیکشون. بله بله، انقلاب ایدئولوژیک مساوی با طلاق. بله بله، اینجوری باید بگم. بعد من مونده بودم خدا خب من پاشم چی بگم، چون فکر نمی کنم توش وقت طلاق دادم، من واقعا طلاق داده بودم، پاشدم گفتم که منم آدم اینجا میفهمه جریان و بعد گفتم که راستش من میخوام دو تا سوال مشخص از خواهر مریم بکنم، چون خیلی از افراد این سوالو از من کردن، این که ما در مورد زنان در فردای انقلاب ایران چجوری فکر میکنیم و نوع پوشششون، یکی در فردای انقلاب ایران، یکی پوشششون. ببین سوال خیلی خیلی واضحی بود، همه تعجب کرده بودن که تو چرا این سوالو چرا کردی، تو اجازه نداشتی این سوالو بکنی. گفتم بابا من باید خودم آگاه باشم که خانمی که میان از من سوال میکنه من بتونم جوابشو بدم، این بچه هایی که اینجا دارن بزرگ میشن این فرهنگ دارن، با این فرهنگ دارن بزرگ میشن، نه با فرهنگ مجاهد، نه با فرهنگ دولت ایران، با هیچ کدوم از این فرهنگ ها بزرگ نمیشن. حالا من فکر کردم شما مثلا میخواستید سوال کنید خب اگه این انقلاب خوب هست چرا شما و آقای رجبی هم همچین کاری نمی کنید، طلاق نمی گیرید، بچه هاتون این ور و بر نه این به قول معروف ببخشید آمیان مرگ خوبه واسه همسایه. بله بله و اینا همیشه همیتن. بعد میگم یعنی واقعا مریم رجبی یه شوکه چیز شد، با هم هم یه برخورد شدید کردم که تو اجازه نداری این سوالو بکنی، تو قرب زدگی گرفتته، تو دستگاه جنسیتی هستی، خواهی تهمته که همیشه شروع میزنن میزدن دیگه، کارش نمیشه کرد. خلاصه مریم هم که چیز بودن گفت خب همه تون ساکت باشید، من باید یک بار برای همیشه این مسئله رو حل و فصل کنیم. گفتم که خب باشه. گفت به زنای ایران ما باید اولا طوری انقلاب کنیم که زنا یهو مثل فنر وا نشن. یا گفتم یعنی چی فنر؟ چی فنر اینجوری وا میشن؟ گفت نه، انقدر تو دولت مثلا ایران روی این زنا فشار آورده که مثل فنر بسته شدن، ما باید طوری بریم که این فنر اجازه اینجوری نداشته باشه، چون اگه اینطوری بریم مثلا طرف نمیدونم دوست داره لخت و پتی بیاد بیرون، دوست داره اونجوری، من نمیدونم یعنی چی تو فکرش بود، اینو من نمیتونم بگم. و اینکه گفتم خب اومد و یکی گفت من میخوام مثل این سیستم برم بیرون، میخوام مثلا لباسم این مدلی باشه، نمیخوام رو سری داشته باشن، همه که قرار نیست مثل من مجاهد باشن، لباس مجاهد بپوشن. من درک میکنم، من خودم مجاهدم، درک میکنم که باید با روسری باشم، تونیک شلوار. خب مسئله پوشش ما هم مثل
پوشش رو داریم، منتها نه به نوع آخوندی. آخوندی مثلا مانتو ما تونیک شلوار داریم با روسری. گفتم آها باشد، خب پس من بیشتر روشن شدم، میدونید. و گفت چون اگه کسی خواست مثلا ما ببینیم کسی میخواد مثل غربیا بیاد بیرون، باهاش کار برخورد میکنیم، کار توضیحی میکنیم، اینقدر بهش میگیم که طرف پشیمون بشه، که بخواد بگه که آقا من مثلا پشیمون بشه از این نوع لباس پوشیدن، پشیمون بشه از این که بخواد روسریشو برداره. اگه قبول کرد که هیچی. خانم معینی، اون موقع زمانی بود که ایشون همون لباسهای رزمی و اینا رو می پوشید یا لباس؟ نه، موقع مریم رجوی شده بود رئیس جمهور تو فرانسه. آها، چون لباسای الانشون ماشاءالله خیلی شیک، همه ساتن، براق، رنگ‌ها خیلی شاداب و فرق می‌کنه با اون لباس عادی. ملکه ترور قرار گرفت. بله، ملکه شدن. مرسی. خب بفرمایید. بله بله. بعد چی میگن؟ اینم از اگر حرف ما رو قبول نکرد، ما فردا عکس طرف رو تو روزنامه‌مون چاپ میکنیم، انتقادش هم کنار ما مینویسیم. اصلا دیگه وقتی اینو گفت، این توی دلم گفتم همین جمهوری اسلامی باشه بهتره، حداقل نمید عکس طرف رو بزنه تو روزنامه‌ش. خلاصه ما یه هفته‌ای که توی فرانسه بودیم، هم یه برخورد شدید با من داشتن که تو اجازه نداری سوال کنی. گفتم بابا این آدمایی که اینجا هم غریبه نیستن، همه مسئولین و نور چشمی های خود مریم هم. اینا نور چشمی هم، یعنی به این نور چشمی هم نباید اعتماد کرد. خلاصه ما یک هفته اونجا بودیم، خواستیم برگردیم، به من گفتن که زهرا باید بره آلمان کارای قانونیش انجام بده. منم گفتم که باشه. اومدم آلمان، کارای قانونی ما انجام دادم، فکر کنم یه 7-8 روزی طول، بیشتر طول نکشید. زمانی که میخواستم برگردم، سودا از نروژ زنگ زد به من و گفتش که زهرا میدونی کدامنت سبزه و باید تو کدامنت رو آبی بکنی؟ گفتم که آره میدونم، ولی کسی حرف منو گوش نمیده اینجا. گفت تو با توبا با هاجر صحبت کن، ببین بعد این مسئله رو حل کن و بیا. گفتم باشه. با توبا صحبت کردم، گفتش که به ما ربطی نداره، تو اصلا اینجا برای ما، تو من حوزه مسئولیتت از آلمان رفته بیرون، تو فقط اینجا کار قانونی تو دنبال کردی، بقیه این مشکلات تو خودت باید حل و فصل میکردی. زمانی که از نروژ میخواستی بیای بیرون، باید این فکر رو میکردی که بخوای برگردی، این مشکل هست. بعد من با هاجر، یعنی همون کبرا طهماسبی جلاد مریم رجوی، اون منو صدا کرد و گفتش که زهرا تو دفعه پیش وقتی که رفتی سوئد، از ساعت 2:30 شب تا 7 صبح موندی تو خیابون، بله، برای اینکه این دفعه این اتفاق برات نیفته، تو از آلمان میری تو یکی از شهرهای مرزی، تقریبا مرزی که نه ولی نه خود کوپنهاگ، میری تو یکی از این شهرهاش پیاده میشی، هوادار ما میاد دنبالت، میری و با اون بقیه کارا رو اون میدونه چیکار بکنه. گفتم خب این پاس منو چیکار میکنی؟ این پاس سبز سوئدیه، من که سوئدی بلد نیستم. گفتش که خب این هوادار هست که اگه جایی گیر افتادی بتونه حل و فصل کنه. حتی به ذهنم هم خطور نکرد که شاید این یه دام باشه. خلاصه با ایمانی که داشتم به مثلا خب ماها رو اینجوری بزرگ کرده بودن، این وقتی ایمان داری یعنی چشاتو میبندی میری دیگه، چی پیش میاد برات مهم نیست. ما بدون دردسر، من از کلن رفتم هامبورگ و رفتم فلنسبورگ و
نقطه صفر مرزی از فلنزبورگ که یعنی تنها مرز خاکی که آلمان با دانمارک داره. رفتم بعد همون شهری که اینا گفته بودن من پیاده شدم، هوادار مجاهدین با اومد دنبالم، خونش رفتیم یه چند ساعت. وقتی که ما از اون شهر داشتیم میرفتیم کوپنهاگ، مثلا خیلی جالب بود برام، اولین بار بود که میدیدم مثلا جزیره ها چجوری اینجا به هم وصل شدن. با هم صحبت کردم، بعد یهو گفتم که آقای فلانی ما کی سوار کشتی میشیم، چه ساعتی میرسیم؟ گفتش که ما ساعت 11:30 شب سوار کشتی میشیم، 6 صبح کشتی میرسه به بندر یوتوبوری. آره 11:30 سوار میشیم، 6 صبح میرسه اونجا. من گفتم که ببینم 6 صبح خیلی خطرناکه برای من، من از دست پلیس نمیتونم فرار کنم. گفت نه، گفتم چون دفعه پیش گفتن 2:30 شب برای من در نظر گرفتن، چون 2:30 شب که باشه پلیسا حوصله ندارن که خوب کنترل کنن، پس کنترلش خیلی علکی چون خوابشون میاد، ولی 6 صبح زمانی که اینا قبرا سرهار پاشدن یعنی فریش فریش اومدن دارن کارشون انجام میدن. هیچی نگفت و یعنی میدونید وقتی که هرچی که جلوتر میرفتم میفهمیدم این یه دامه، هرچی جلوتر میرفتم میفهمیدم این خود این یه دامه برای من. و ما سوار کشتی شدیم، از چیز اومدیم بیرون، کوپنهاگ روی آب و بعدم رسیدیم بندر یوتوبوری. خورتومی که اومد به کشتی وصل شد که ما پیاده شیم، 4 تا پلیس اونجا واسطاده بودن برای پاس کنترل. شبا 2 تا بود، این نفر 4 تا. من توی چیز اول خب من با روسری بودم، عکس این پاس با بی‌حجاب، اسم اون خانم هم نیست که ناهی بود، یه 4 تا کدو به من گفته بودم، تو این 4 تا کدو باید یاد داشت مثلا تو ذهنت باشه، اگه پلیس ازت پرسید این 4 تا کدو بدی تمومه. پلیس تا این 4 تا کدو میزنه توی دستگاه منو دستبند میزنن میبرن. میگم ای چرا بابا، مثلا من دروغکم بودم، همسرم بیرون منتظره. گفت خانم این پاس دزدی شده، صاحب این پاس اطلاع داده به پلیس پاسشو دزدیدن، این پاس بعد بگه چجوری دست تو افتاده. اون هواداری که با من اومده بود مأموریت اینو داشت من این که گیر میافتم به سازمان خبر بده. خلاصه ما رو سوار ماشین کردن با اجازتون و بردن زندان مرز یوتوبوری. اونجا بودیم و به هم گفتن که فردا منو میبرن فرودگاه که بیان چی میگن دیپورتم کنن ایران. برگشتم گفتم که من میخوام به کشورتون پناهنده بشم، میخوام به کشورتون پناهنده بشم، اگه منو برگردونید ببینید مثلا منو میکشن، نمیدونم این اتفاقا. یعنی شروع کردم سریع گفتم من باید بتونم برای خودم یه چیزی درست کنم، چون سازمان همیشه گفته که هر اتفاقی براتون افتاد شماها نمیگید وابسته به سازمانی، شماها هیچ چیز یعنی تا تو خودشی نفر سازمانی، ولی اگر بیرون یه اتفاقی افتاد تو اصلا ربطی به سازمان نداری. خب من باید اول این چیز ماهیت رو قایم می کردم. اومدم سریع برای خودم یه کیسی درست کردم با یه اسم دیگه. بعد ما کیس رو دادم، پلیس گوش کرد، یعنی ضبط کرد صدامو، انگشت نگاری کرد و گفتش که یه مدت طول میکشه تا از اداره مهاجرت برای به ما خبر بدن که تو بری اونجا، ولی ما انگشت نگاری میکنیم که تو سوء سابقه نداشته باشی. منم که بی خبر از همه اینا که اتحادیه اروپا شده، مرزی وجود نداره، اثر انگشت در میاد. هیچ، ما 2-3 روز بود که این کیس رو داده بودیم. یه دفعه
چون انفرادی بود، صدای پای این خانم اینقدر تون تون می آمد و عصبانی بود، در و واکر و مثلا شروع که با عصبانیت حرف زدن. من گفتم چی شده، چرا مثلا شما دارید این کار رو میکنین؟ به اون اتاق مربوطه منو بردن و گفتن که تو جای پناهنده نیستی. گفتم نه. گفت مطمئنی داری راست میگی؟ گفتم آره مطمئنم که راست دارم میگم. گفت یه دفعه سر مانیتورش رو برگردون، گفت این کیه؟ این توی با بذارید من این عکس من اومد رو، این کارت من اومد رو، چون من این کارت رو به هم داده بودم بعد از اونجا حرکت کردم اومدم بیرون. ما تو رو به آلمان برمیگردیم، تو اینجا حق پناهندگی نداری. گفتم اونجا جونم در خطر بود، دولت ایران دنبالم اومده بود، نمیدونم. گفت ببین این مسائل به ما ربطی نداره، دولت آلمان وقتی تو رو پناهنده میگیره باید بتونه این مشکلاتتو حل کنه، ما از همون مسیری که اومدیم برات میگردونیم اونجا. خب یعنی من دوباره سوار کشتی به دانمارک، آره چند روز گذشت، منو بردن دوباره بندر یوتوبری، سوار کشتی کردم. تا کشتی حرکت نکرد من نمیتونستم تلفن بزنم، اومدم تلفن بزنیم به پایگاه. بعد از اون وقتی کشتی رسید به بندر کوپنهاگ، وقتی اومدیم پیاده شدیم، دو تا پلیس دم در منتظر بودن که خانم بفرما سوار ماشین شو بدیم. سوار ماشین شدیم، ما رو بردن زندان، چون نمی رسیدیم، راه دور بود. گفت ما فردا صبح زود تو رو میبریم مرز آلمان، تحویل میدیم به دولت آلمان. اون شب رو من توی زندان بودم، زندان کوپنهاگ. شرایط وحشتناک بود چون زندان زن نداشتن. اون عکس و کارت اونا از کجا داشتن؟ کدوم عکس و کارت؟ همونی که به شما نشون دادن که گفتن اینو؟ بله بله. اثر انگشت ازم گرفته بودن. خب بعد چون سیستمای اروپاییش یه کامپیوتر شده بود، اثر انگشت من اومد بیرون که این خانم مثلا فلانی توی آلمان پناهنده است. اینجوری شد که این عکس اومد بیرون. بسیار ممنون، خواهش می‌کنم. بعد روز بعد میگم منو آوردن، شب قبلش که بردن توی زندانی که چند تا مرد بودن، برای خیلی وحشتناک بود، خیلی وحشتناک بود. ولی خب نمیدونم اون شب تا صبح من فقط به یه دیوار چسبیده بودم که میترسیدم هم بشینم. خلاصه فردا صبحش منو برداشتن بردن آوردن مرز آلمان، همون نقطه صفر فلینزبورگ. پلیس آلمان من تحویل نگرفت، گفتش که ما نمیتونیم تحویل بگیریم، ما از مقامات بالاتر باید دستور بگیریم، همینطوری که نمیشه. و مسئولین مربوط هم نیستن، ما براتون نامه میدیم. دوباره منو برگردونن زندان، منطقه این دفعه دیگه اون اتاقو خالی کردن دادن به خودم تنها. برگشتن بودن ببخشید ما زندان زن نداریم، تو اولین زنی هستی که اومدی تو زندان، جاش خوب نیست میدونیم، ولی باید تحمل کنی که این پروسه طی بشه. خلاصه این طی شد و یه فکر میکنم یه 10-12 روزی طول کشید تا نام کاره اداری انجام بشه و نام نگاری بشه. منو آوردن مرز آلمان تو همون فلینزبورگ به پلیس آلمان تحویل دادن. بعد از یه سری کارهایی که اینا انجام دادن، یعنی باید کارهای قانونی انجام میدادن با یه نامه که من بتونم، نمیدونم نقد 1000 کیلومتر فکر میکنم بود، 1000 کیلومتر من بعد میامدم تا کل میرسیدم. این یه خورده خب برای همه چیش رو باید در نظر میگرفتن. و یه نامه دادم بعد از چند ساعت، گفتش که خب شما
این پولی که داری کافیت تا برسی به کار. فکر میکنم ساعت 11 صبح ما با اتوبوس قطار اینقدر چنج کردیم تا بالاخره 11 و نیم شب من رسیدم به کار. نامم داشتم که اگه پلیس تو راه منو بگیره با نشون دادن اون نامه بتونم رد بشم، چون یه دفعه میگفتن که آقا پاستون رو نشون بدین، نداشتن خب مشکل درست میشه. وقتی که رسیدم تو کلن آلمان تو با من میگم خوش دوستت کنن بی ارزه، میگم حالا چرا به جای سلام و علی تو نتونستی از دست پلیس فرار کنی؟ گفتم یعنی چی؟ آقا طرف رفته گفته پاس من دزدی شده، شما هم که از اینجا به من گفتی که به ما ربطی نداره، مسئله تو باید اونجا حل میکردی. سه هفته من توی زندان موندم، حالا شما گفت خب چی گفتی؟ گفتم من همونطوری که شما گفتید، من نگفتم من با سازمانم، ولی اونا حرف منم قبول نکردن. گفت ببین وکیل سازمان هیچ کاری برات نمیتونه بکنه، از اول گفتی جونت در خطره، تا آخرم همینو میگی، سازمان اینقدر سنم داره که یا سنم توش کنه. گفتم که یعنی من چه کار باید بکنم؟ گفت ببین تو این نامه‌ای که داری دو روز دیگه باید بری اداره مهاجرت شهر تروژدوف که یعنی این نقشه اینجا شهر تروژدوف اینجا که من هستم. بعد این چیز کرد و به ما ربطی نداره. اصلا خیلی آدم شکه میشه چرا ربطی نداره، بابا من جونمو دادم، عمرمو دادم، الان اینجوری شده، این اتفاق افتاده. خلاصه من از فرداش، فردا این که خودم معرفی کردم به اداره مهاجرت، با انواع و اقسام پلیس ها سر و کار داشتم، باید به همشونم دروغ میگفتم. آقا جونم در خطر بود، دولت ایران جامو پیدا کرده بود چون اون کیس رو داده بودن برام. تو آخرین چیزی که داشتم، یعنی قبل آخرین که تا تو زمان مجاهدین رفتم پیش پلیس، پلیس اینترپول بود که مترجمم خودشون گذاشته بودن. وقتی کار ما تموم شد اومدیم بیرون، مترجم اومد گفت خانم، یعنی یه آقای افغان بود، خانم من نمیدونم چرا سازمان مجاهدین برای شما این کارو کرده، آیا خوب نبود که شما هم راستشو به پلیس ها میگفتی؟ میدونی یک کلمه از حرفاتو باور نکردم. گفتم که اصلا در رابطه با چی حرف میزنی؟ اشتباه گرفتی، همجوری اشتباه گرفتی. خلاصه اینا یعنی سازمان مطمئن شد که من حرفی نزدم و نمیزنم. اینقدر مورد اعتمادشون شدم که پولای کلونشون رو من جا به جا میکردم. حالا بعدا میگم چرا این پولای کلونم به هم میدادن، از 20,000 مارک به بالا بود. منم بدون این که فکری بکنم که اتفاقی میتونه بیافته چیز بود. خلاصه چی میگم، من بعد از این مدت که گذشت گفتن که میری هامبورگ. من و سودابه با هم رفتیم با ماشین سواری، منتها این دفعه تو ماشینمون 3 دستگاه کامپیوتر اپل بود، کامپیوترهای قدیمی. بعد پلیس اتوبان ما رو گرفت و سودابه به هم گفت ببین بر نگرد نگاه کن، من پیاده میشم ولی اگه تو گیر بیفتی دیگه وا ویلای این دفعه. خدایا چی کار کنیم، پلیس اتوبان، تو اتوبان، من فقط تو محدوده 30 کیلومتری دارم میام، من الان تو اتوبانه مثلا نمیدونم هامبورگم 200 کیلومتر، ما اومدیم 200 تای دیگه هم داریم میریم، یعنی چند 10 دقیقه طول کشید تا یه خود اون حرفش رو زد. و من مثلا بدونی که بخوام برگردم پشت سر نگاه کنم که این چی میگه یا چی نمیگه، اومد به من گفتش که گفته که لامپ مهشکمت روشنه. گفتم خب چرا روشنه، خاموشش میگردی؟ حالا چی بود جریان من اصلا نمیدونم. بله اجازه بدید من یه توضیح کوچیکی بدم که
دوستانی که از طریق اسکایپ برای من پیام میفرستید، چون من این صفحه رو برای خانم زهرا معینی باز گذاشتم، خب نمیتونم اسکایپ رو بخونم. لطف کنید از طریق فیسبوک، از طریق ایمیل پیام ارسال کنید تا بتونم اونا رو بخونم. در رابطه با این چراغ مشکن، مخصوصا ماشینای آلمانی، به خاطری که اونجا خیلی فاگ یا مه هست، یا مه، هر چی کدوم که درست تر باشه، چراغاشون دو تا چیز داره که شما اونو روشن میکنید که به اصطلاح راننده های پشت سر شما متوجه بشن که از اون طرف سبقت بگیرن و تصادف کم بشه، و اینها به اصطلاح در موارد معمولی نباید روشن بشه. دوستان ایرانی چون عادت ندارن این چراغا رو تا آخر میچرخوندن، همیشه این روشنه. حتی توی آمریکا الان بنزها، وقتی دوستان ایرانی دارن اینو، اون دوتا کلید رو بعضی هاشون هنوز بلد نیستن. اینم توضیح بود که شما من رو یاد یه خاطره انداختید که داشتیم میرفتیم ویسبادن و توی اون جاده هم این اتفاق برای دوست ما افتاد و پلیس نگه داشت و گفت که این چراغا رو فقط در مواقع که ضروری، بله بله، ضروری و دید، برف، مه، اینا کم هست، به اصطلاح اون موقع باید استفاده کنید. خب بفرمایید. امیدوارم اون دوستی که 12 تا پیغام با اسکایپ فرستاده لطف کنه برای من ایمیل کنه، چون من نمیتونم سفر رو عوض کنم. بفرمایید. من به هامبورگ رفتم، میگم شدم مسئول مالی، مسئول یعنی جابجایی پولها، و اینکه یه دفعه گفتن که عید 73 شد و به ماها دستور دادن، یعنی همه، یعنی یه بسیج عمومی دادن که تو هایما بریم هرچی ایرانی میتونیم جمع کنیم. برای اولین بار خوانندگانی مثل عارف، ویگن، مرتضی، منشر سخایی، الهه و خیره دارن میان برای مقاومت ایران کنسرت میذارن. بله، هایما همون خوابگاه دانشجویی. بله، هایما خوابگاه، هر چی بیشتر بهتر. بهشون بگید مجانیه، فقط مثلا اینقدر پول غذا، غذا مجانی نیست، فقط چیزش مجانیه. خلاصه همه به عنوان این که وای عارف داره میاد، مرتضی داره میاد، نمیدونم این میاد دیگه. خب اومدم، صد ما 3 تا یا 4 تا اتوبوس بود که از هامبورگ اومدیم. اونجا یکی از آشناهای خیلی دور ما منو پیدا کرد. بعد از این صحبت فهمید که دنبال کسی که میگرده اون خود منم. این دیگه اصلا نداشت من از بغلش تکون بخورم. گفتم بابا کار دارم. گفت ببین اصلا کار هیچی، مامانت داره میمیره، تو چرا یه زنگ نمیزنی بهش؟ گفتم بابا خب نمیشه، نمیتونم، چه میدونم، نمیذارن. گفت نه، من باید عکس تو رو بگیرم با خودم ببرم برای مامانت که باورش بشه تو زنده ای. یعنی اولین کسی که منو پیدا کرد و خبر سلامتی منو برد این خانم بود. سر اینکه سازمان فهمید که من یه آشنای آشنای خیلی خیلی دور، اصلا خیلی خیلی دوره، من تو هامبورگ دارم، اصلا ترسیدن. بعد از کنسرت که کلی دوام کردن، بعد هم دیگه اجازه ندادن برم هامبورگ. گفتم بمون همین کن بهتره برات، تو بری از دست ما فرام کن. بعد اون آشنای ما از برادرش خواست که برای مادرم دعوتنامه بده بیان آلمان، چون واقعا خیلی به هم ریخته بود. من اصلا یادم رفته بود که همچین اتفاق افتاده، یعنی احساس کنم نور امیدی برای من شده. اونجا تو کار مالی بودیم، هاجر یه دفعه برگشت و وقتی از کار مالی برگشتم منو صدا کرد تو اتاقش و گفت میدونی تو مشکل داری؟ گفتم مشکل دارم؟ یعنی چی مشکل دارم؟ گفتش که تو وقتی که میری کار مالی خرجت بالای فهمید قهوه میخوری. گفتم خرجم بالاست، یه قهوه میشه مثلا 1.5 مارک، ولی من روزانه برم بالای 1000 مارک براتون کار میکنم، یعنی اینم نباید بخورم. فردا میری کار مالی ولی با خودت یه فلاکس چای هم میبری، هم موقع که خسته شدی یه دونه فلاکس چای بخور. گفتم ببین هاجر 14 ساعت از این پایگاه من بیرونم توی این سرما،
من چجوری این فلز چایم یخ میکنه، 2 ساعتش گرمه بقیهش سرده، نمیشه، انرژی به هم نمیده. ما هم گفتیم خیلی خوب، من مشکل دارم، باشه من این کارو میکنم، میدم از فردا چای میبرم. فردا که چای بردم شاید بعد از ظهرش که پولا رو داشتیم میشماریم 300 مارک من کار کردم، 300 مارک که برگشتن گفتن که ای تو چرا، یعنی هر چی خواستن گفتن، فوشی نبود که ندن اینا. گفتم اصلا مهم نیست، من بهتون میگم یه قهوه هیچی نیست، شاید من 2 تا قهوه بخورم تمام روزم پر انرژیم، ولی اینجوری من نمیتونم کار کنم. این گذشته یه شب همه خواب بودیم، ساعت 2 شب بود، همه افراد و سراسیمه، آقا برشید بودو این سری تو چیز سالن غذاخوری توی باقرزاده بودیم، بودو این 5 دقیقه بعد شما همه اونجا باشید، حالا ساعت 2 شب کی میتونه 5 دقیقه آماده بشه. خلاصه همه وحشت زده دویدن اون تو سالون، اصلا یه سالون رو قشنگ تزئینش کردم، فیلم بردار اومده بودش، فیلم بردار این اطلاعیه بود در رابطه با اطلاعیه شورای ملی مقاومت که بانوی شعر و آواز ایران مرزی به سازمان و ارتش آزادی بخش پیوست. من گفتم خب حالا این چقدر مهم چقدر مهم بود که الان ماها رو بیدار کردید، الان دارید میگید که مثلا اینو من خب فردا صبح میگفتی که قبل از اینکه همه بخوام برم من 14 ساعت بیرون کار میکنم، بابا این نیم ساعت چرا منو بیدار کردی؟ اینم خودش مکافات ها داشت. خلاصه یه وقت دیگه بهشون گفتم که ببینید برای من، من یه مقدار پول احتیاج دارم، میخوام برم این سری وسایل بخرم. برگشت گفت ای تو میخوای بری خرید کنی؟ تو دستت تو کار نیست؟ نمیبینی با چه بدبختی از اینا پول میگیری؟ میخوای بدیم به تو بری خرید کنی؟ گفتم خب ببین پول حقوقی ما که میدم به شما، خب حداقل یه چیز بدیم، من خودم میرم یه روسری میخوام بخرم بتونم بخرم. فردا تو نمیری سر کار مالی، مثلا با شمسی نامی پا میشی میری بیرون، ببین اون چی کار میکنه، تو هم همون کارو بکن. باشه. من گفتم خدای چی کار میخواد بکنه، یعنی میدونید این اصلا آدم به ذهنش خطور نمیده. یه دور اونم رفتش یه لباس و ورداش پروف کرد، گفت خب تو هم همین کارو کن. گفتم ببین پول تو کیفم نیست، پول ندارم، من نمیپوشم اینو. گفت مگه میخوای ما پول بدیم؟ ما همینطوری که تنمون میکنیم از فروشگاه میریم بیرون. گفتم میدونی چیه؟ من نه لباس میخوام، نه این غلط رو میکنم. اومدم از فروشگاه اومدم بیرون. سر این که من از فروشگاه اومدم بیرون، به خدا یک هفته جریمم کردن، گفتن اجازه ندارم پامو از پایگاه بذارم بیرون، اجازه ندارم بگم میخوام برم کار مالی. خلاصه این یه هفته تموم شد، یه شب میگم همه رو جمع کردن، خیلی هاجر عصبانی، حمیده عصبانی، چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ وقتی شما عرضه ندارید دزدی کنید، کی گفته که برید دزدی کنید؟ گفتم که والا خودتون گفتید که برید، حالا چی شده که یه دفعه میگه؟ حالا جواد دبیران باید بره، یکی از این خواهرها رفته نمیدونم فلان یه لباس ورداره، حالا جواد دبیران باید بره دادگاه بگه که مثلا این خواهر رفته لباس زیر ورداشته. خب بابا تو چرا بهش نمیدی که این بره؟ این من هم گفتم آخ چو یه هفته من واقعا آب رو آتیش بود برام. گفتم خب خدا رو شکر که به خیر گذشت. یا مثلا دوباره با من ببینید برخورداش اینجوری بود، مثلا یه بار توی یه نشستی به من چیکار کردن، گفتن که تهمت زدن، تهمت دزدی زدن به هم. تهمت دزدی زدن و گفتن که مثلا 30 نفر رو گذاشته بودن که روز به من توف بکنن، 30 نفر به من توف بکنن. بعد حاجر میگفت که این کوره توه، باید گداخته بشی، کسایی که میخوان مسئولیت بگیرن باید اینجوری گداخته بشن.
فرداش دوباره میگفتن آقا پاشو برو سر کار. خب همه کسایی که با من بودن میگفتن که دیروز به تو تهمت دزدی زدن، امروز بهت میگن برو سر کار. تا اینکه مثلا خبردار شدم مادرم بلیت و ویزای آلمانو گرفته داره میاد اینجا. به سازمان که گفتم مخالفت کرد، گفت تو داری میری عراق، اجازه نداره که بیاد. یکی از هواداره گفت مامان تو بگو بیاد، من اتاق بچه من در اختیار شما. و اون کسی هم که دعوت نامه داده بود گفتش که خانم موینی شما پروازتون رو انجام بدید، زهرا اگر در توی هواپیما هم باشه من میکشمش بیرون. چون من به مامانم گفتم که اینا گفتم منو میخوان برگردونن عراق، منو برگردونن عراق، که خلاصه نشد که من برگردم عراق. مادرم اومد و گفتن ببین اجازه نداره بیاد، مامانت از طرف وزارت اطلاعات، یه هفته خونه هوادار ببر، بعد ببرش نمیدونم هتل. من اصلا یعنی میدونید توی یه تهاجمی قرار گرفته بودم، نمیدونستم چی کار باید بکنم. حالا این هوادار، این خانواده هیچی کم نذاشتن، هیچی کم نذاشتن. اما واقعا آدم یه لحظه من مونده بودم. بعد از یه مدت سه هفته بود که مادرم اومده بود به هم زنگ زد. خب مامانم همیشه اونجا میمون، من میرفتم سر کار میمدم. تا اینکه یه روز گفتم خب مامانه تو بیا توی یه چیز توی پایگاه، بعد برو سر کار. من خیلی خب مامانم رو بردم، اون پولی که به من پدرم واسه من کادو فرستاده بود، بگم من این پول رو میخوام چکار ببرم، دو دست دامش روز به اینا طلاهایی که خواهرم، یعنی خواهرام اینا برام فرستادن، همینطوری بردم دادم بهشون. گفتم من آخه یعنی اصلا به فکرم هم خطور نمیکرد که من بخوام از اینا جدا شم. رفتم سر کار مالی و برگشتم، دیدم چشای مامان من قرمزه، اصلا دیگه یعنی داره خفه میشه، داره خفه میشه این وسط. ما اومدیم برگشتیم پایگاه، برگشتیم اون خونه ای که بودیم. مامانم توی راه تنها حرفی که به من زد برگشت گفت چی فکر میکردیم؟ چی میبینیم؟ فقط متلک، فحش و دشنام، تهمت. گفتم که ماما من روز بعد تو رو میارم خونه این دوستت که تو فرانکفورته، من برمیگردم سر کار، دیگه چیز نکن. ولیش کن، اینا همینطوری هم به همه بد میگن، ولی توشون اینجوری نیست. به آذر که توی هامبورگ بود گفتم اومدم کن پیش هاجر. هاجر با من توی باهرزاده بودیم صحبت کرد و گفت چیه تو خیلی مثلا چپ و راست داری میزنی، انقلابت سوراخ شده اینا. گفتم چرا تهمت میزنی به مامان من؟ چرا میگی مزدور؟ چرا قضاوت های اشتباه دارید میکنی؟ اینجا اگه کسی مزدوره اون توی نخونواده من. بعد اونم یه سری دریوری هایی که لایق خودشونه به هم داد و آخر سر برگرش گفتش که ما نمیدونستیم تو آستینمون مار پرورش دادیم، اطلاعاتی فلان فلان شده. گفتم که هرچی که گفتی نوش جون خودت، به فقط ما کاری نداریم، از این پایگاه میری گورتو گم میکنی. اگر مامانت اینجا نبود این میز و صندلی رو سرت خورد میشد، اون موقع مرغای آسمون به حالت گریه میکرد. گفتم خب من اصلا نمیخوام اینجا بمونم، نمیخوام، یعنی فقط دارم دروغ میشنوم. بابا شما از کجا میدونی مادر من وزارتیه؟ تو بابا من تا یه ساعت پیش 50,000 تا 50,000 تا داشتم جا به جا میکردم براتون، الان یه دفعه شدم اون 50,000 تا یه خال بهش نیفتاد. خلاصه گفت بلایی به سرت میاری که مرغای آسمون به حالت گریه کنن، بلایی به سرت میاریم که بعدن خودت بیای بیافتی رو پای ما، کف کفشای ما رو لیس بزنی، بگی غلط کردم. گفتم مطمئن باش برم ببینم، شاید اومدم این کار کردم، ولی فکر نمی کنم. آره نمیدونم تو میخوای هرزه بشی، تو میخوای فلان، یعنی گفتم ببین مسئله شخصی منه دیگه،
این مسئله شخصی منه. خلاص میگم اومدم گفتم فقط به من کیس های پناهندگیمون، اون مدارک پناهندگیمون، پروندهمو به من بدید. گفت فردا صبح میری نیکوسینی، تو که آدرس نیکوسینی تو کرنو داری، میری اونجا اونو میگیری و میری گورت هم گم میکنی. گفتم که باشه. اومدیم باقر وقتی داشت پرونده رو به هم میداد، گفت ببین دو تا نامه خیلی مهمه برات اومده، حتما این دوتا رو پیگیری کن. این تاکید باقر روی اینکه این دوتا رو حتما پیگیری کن، یه خود آدم شک میکنه. اومدم یه آقای ایرانی اونجا بود، گفتم که ببین شما میتونید، من سواد ندارم، سواد خوندن آلمانی ندارم. این چیه؟ نوشته بود که خانم، یعنی وقتی که خون، گفت که به شما ترک خاک دادن، جریمتون کردن و اینکه تا این زمان، اینکه خیلی بده برات، تو اگه بخوای برگردی ایران که خب معلومه اعدام میشی، اینجا هم که تو اروپا نمیتونی بمونی، مخصوصا با اون اتفاقی که تو سوئد برات افتاده، پس مجبوری که ازدواج کنی. من گفتم ببخشید بابا، برو پیکارت، حتما داره دروغ میگه. اومدیم فرانکفورت خونه دوستم هم برگشت، گفتش که این همین حرف رو برای من زد. تازه اون موقع دوزاریم افتاد که مرخای آسمونی که هاجر داشت میگفت، این نامه ها بود که من ترک خاک داشتم و میدونست که نمیتونم توی مثلا توی آلمان بمونم. تا اینجاش که برای شما توضیح دادم این مناسبات درونی سازمانه. خانم معینی لطف کنید، دوستان از ترکیه و از انگلستان سوالات دارن، اونها رو اگه لطف کنید پاسخ بدید، چون من میدونم بعضی وقتا یادمون میره، بعد این دوستان از من طلبکار میشن و گله میکنن که چرا از مهمانتون نپرسید. اگه میخواییم من براتون بخونم و از این عزیز بله، سوال کردن اگه بشه. بله، آقای غلامرضا شیردم ازشون پرسیدم که اشکالی نداره اسمتون رو بگم، گفتن نه، ایشون از ترکیه نوشتن که با درود بر آقای سربی عزیز و خانم معینی گرامی، در تایید بیانات خانم معینی باید عرض کنم این سوال برای من و خیلی های دیگه که در اسارت فرقه بودیم پیش می آمد، ولی هیچ وقت جواب نمی گرفتیم که سازمان از کجا حمایت می شود، این همه هزینه را از کجا تأمین می کنند. تنها جوابی که می گرفتیم این بود هواداران در اروپا و آمریکا با مشکلات زیادی این حمایت ها را تأمین می کنند و شما مفتخورها مفتخوری می کنید، ولی هیچ وقت اشاره نکردن که 15% از فروش نفت عراق را از اربابشان صدام حسین می گرفتند. خیلی سوال هست که رجوی باید پاسخ بدهد، ولی روشن است که رجوی هیچ پاسخی ندارد یا شهامتش را ندارد. من یقین دارم که این سوالات بی پاسخ خواهند ماند. با تشکر از شما، غلامرضا شیردم از ترکیه. خب یه سوال دیگه هم قبلا، این نمیدونم این حالت تایید داره. خب آره دیگه، به هیچ که نمیگفتن که ما درآمدمون از کجاست، یعنی میگفتن هوادارایی که ایران، بیشتر هواداره ما از ایران، از اروپا، ولی خب یعنی واقعا از چه راهی؟ ببینید حقوق منو میگرفتن، حقوق اون بچه‌ای که 5 سالشه، اون بچه 5 سالی که پدر مادر جدا شده میگرفتن، کجا میرفت؟ همه میرفت پاریس. حالا اون پاریسش به یه طرف، اینکه بابا اطلاعات مرزی رو میفروشه، از دولت چی میگن، از صدام پول میگرفت به خاطر اون اطلاعات مرزیش. یعنی همه ماها رو یه جوری در ناآگاهی کامل نگه میداشتن. قبلا شما یه سوالی رو واسم فرستاده بودید. بله بله، حالا که شما گفتید همه ماها رو در ناآگاهی گذاشتن، در همین رابطه رضا از انگلستان میپرسه که با سلام از مهمانت برنامه بپرسید چرا اشخاصی که در یک مقطع از عراق به اروپا آمدن، مثلا خود شما، تا در فعالیت‌های مجاهدین را پیش ببرند، دوباره به عراق برگشتند، مگر آنها
واقعیت‌های کمپ اشرف را ندیده بودند. این فرصت خوبی بوده تا در اروپا از مجاهدین جدا شوند، مانند خانم معینی که جدا شدند، ولی افرادی مانند آقای علی جهانی دوباره به عراق برگشتند. با سپاس، یک هموطن. بفهم. ببینید مشکلی که این راست، من سلسله وار گفتم که چه مسئولیت هایی توی این پروسه یک سال و نیمه توی آلمان داشتم، تو آلمان، فرانسه، نروژ. ببینید اینا کاری میکنن که ماهایی که از عراق اومدیم، اول مغزای ما خیلی توهیه، یعنی هیچی توش نیست. ببینید وقتی کسی از سایه خودش میترسه، ماها رو این کار کردن، ماها رو از سایه های خودمون ترسوندن، سایت میشه مزدور وزارت اطلاعات. یعنی ببینید اولش هم گفتم ما اگه تا در درون سازمانیم بخوایم با هم صحبت کنیم، یه درد دلی بکنیم، به همون میگن آقا تو رفتی محفل زدی، اگه میای بیرون حرف میزنی میشی مزدور. حالا ما نفهمیدیم ما چی کاره ایم این وسط. اینی که من میگم در یه مقطعی خب چون تو لایه بالاتر قرار گرفتم و اینو دیدم، و ببینید من خودم زندان نرفتم به شخصه بگم شکنجه شدم، نه، زندان اوین رفتم، قزلحصار رفتم، گوهردشت رفتم، اینا رفتم ملاقات. من پدرم 3-4 سال اونجا بود. ببینید این که من رفتم یه جایی اون منطقه رو دیدم تا اینکه خودم توش باشم خیلی فرق میکنه. اینا همشون همین کارو میکنن، میان اول تو رو با اون اشخاص رو با جامعه دوگانه میکنن. برای همین خیلی هاشون که الان هستن مثلا میخوان بیان بیرون از همین میترسن، میگه نکنه وزارت اطلاعات. بابا وزارت اطلاعات کاری بهت نداره. من اگه الان این حرف رو میزنم فردمشم واقعا مزدور وزارت اطلاعات. من اگه قرار بود که اطلاعاتی باشم که 20 ساله که من از عراق اومدم بیرون، 18 سالی هم که ازشون جدا شدم، پس حداقل میرفتم ایران، نمیموندم اینجا تو قربت تحمل کنم. ببینید الان بعد از این همه سال، بعد از مصاحبه هایی که من دارم، فکر کنید از دور و افراد دور و نزدیک آشناها به من تلفن میکنن، میگن که فکر آبروی پدر مادرتو نمی کنی؟ میگم مگه من چیکار کردم؟ بهشون میگم بابا 20 ساله دارم 28 ساله من از ایران دورم، من اگه نتونم الان این حرفام حرف بزنم که دیگه بس کی باید بزنم؟ من چه آبرویی رو بردم که الان میخوام دومیش باشه؟ نه تو هیچ حرفی نباید بزنی. گفتم ببین هر موقع فهمیدید من چیکار کردم بعدم بیاین برای من نظر بدید که چیکار کردم یا چیکار نکردم. خب الان سازمان پشتش گذاشته که من زهر و مویندی رو تو ایران بده کنه. خب بکنه، چیکارش کنم؟ بابا زمانی که من از سازمان اومدم بیرون، خب دوستم اگر نبود واقعا نمیدونستم چیکار باید بکنم. خب دوستم با دوستش صحبت کرد، منو به یه پلیس معرفی کردن. ببینید با همین پرونده‌ای که اینا به من داده بودن که شما هم الان تعدادش رو نشون دادید، رفتم پیشش. تا اون دوتا نامه رو دید برگشت گفتش که ما اول باید زنگ بزنیم اداره مهاجرت توی کل، چون تو این برگه ترک خاکه و اگه بخوای دوباره این کار را ادامه بدید یعنی پلای پشت سرت همه خرابه، هیچی شانسی دیگه تو نداری، باید ما بتونیم جلوی این مسئله رو بگیریم. زنگ زد به اداره مهاجرت گفتش که خانم معینی پیش منه توی فرانکفورت. طرف داد میزد که این بابا اینو تازه 2-3 ماه که از سوئد برگشته دوباره پاشده اومده اونجا، این فقط تو 30 کیلومتر میتونه جا به جا بشه، نه تو این همه. بعد من پلیس برگشت گفتش که این خانوم ما آوردیم اینجا، واقعا جونش در خطره.
وقتی که اینو گفت فقط بفرستیدش بیاد اینجا، باید یه سری مسائل برای ما روشن بشه، ولی خواهشن باهاش مترجم بفرست. با کاری که مثلا پلیس کرد، من و پسر دوستم با هم قرار شد که اون روزی که وقت داده بودن بریم اونجا. صبح ساعت 6 ما باید قطار رو سوار می شدیم می رفتیم کن، چون فکر می کنم 9 ما ترمین داشتیم، ما باید می رسیدیم چون نمی دونستیم جا کجاست، بعد با تاکسی می رفتیم. خلاصه ما رفتیم، خب اون موقع من رو سریم رو برداشته بودم، یکی از بچه های سازمان منو دید، یهو برگشت گفت پایگاه از کدوم وره؟ گفتم که مثلا این متروی اوبان 6 رو سوار شو برو اون طرف ست ایسکا بعد پیاده شو. این پسر دوستم من گفت چی کار دارید با این؟ کی گفته به شما که با این حرف بزنید؟ سر این حرف سر اینکه این اومده، یعنی ببینید یه رولی رو داشت برای من بازی میکرد، اگه به این طور خوردیم که اینا فکر کنن این مثلا دوست پسر منه یا نامزد منه یا هرچی که اینا فکر میکنن، بعد رفتن گزارش دادن که آره ما اینو دیدیم بیهجاب شده، ولگرد شده، فلان شده، با چند تا مردم رفته. ببینید این در رابطه با من. بعد ما رفتیم اداره مهاجرت، اداره مهاجرت دیدم که مثلا یه 7-8 تا کاغذ اینجوری گذاشته جلوی من، میگه برای ما اینو روشن کن که اینا چیه. گفتم من نمیدونم اینا چیه، شما من از فرانکفورت کشیدید اینجا، اینا چیه؟ من باید توضیح بدم. گفت ببین امضای تو پاشه، امضای من پاشه. ببینید این نمونه امضای منه که اینا از من گرفته بودن. برای من سند درست کردن که من 15,000 مارک از این ارگانیزیشن گرفتم. به من گفتن که برای ما توضیح بده که این چیه. اولین چیزی که نگاه کردم همین نمونه امضا بود، منتها مثلا این یه خط مثلا نیم دایره روش، اون یه ام بود یه نیم دایره روش برنوشته بود. خب که توضیح بده من چرا این کار کردن؟ گفته بودن یعنی شما قرض گرفتید یا شما حقوق گرفتید؟ نه حقوق گرفتم. اینا من با این ارگانیزیشن کار کردم، اینا کره خونه من، خونه برام گرفتن، کره خونه ما دادن. یعنی میخواستن ببخشید، یعنی میخواستن از لحاظ اداره مالیات بر درآمد یا اون کمک های پناهندی و اینا شما به دردسر بیفتید؟ بله. ببینید مثلا اینا این کار کردن که مثلا همه جوری داشتن اینجا خراب میکردن. من باز میخوام این حرف رو میزنم، ولی این روشی بود که ما توی فیلم های فارسی میدیدیم که وقتی یه خانندهی یه هنرپیشهی میاد توی این سیستم های کافه و رستوران و اینها، اولا سعی میکنن معتادش کنن، دوما ازش سفته و چک و اینا میگیرن که این رو اسیر کنن. البته حالا من نمیدونم واقعا اینا فلسفه نه خوشبختانه آقای سروی این یه کار رو در رابطه با من نتونسته بکنه. این نمونه امضای منو برداشتن، اونو یعنی ببینید اون چیز رو واسه من درست کردن، نوشته بودن که من از این سازمان، یعنی این سازمان برای من کرایه خونه داده، حقوق تو جیبی داده، مثلا ماهی 600-700 مارک به من پول تو جیبی داده، خرج دوا درمونم و یه سری تاریخ ها گذاشته بود که سرجم اینا تمام این کاغذ رو که رو هم جمع کرده بود شده بود 15,000 مارک. برگشت گفتش که خانم برای ما توضیح بده این 15,000 مارک رو تو چیکار کردی؟ تو هم از دولت آلمان یعنی سوسیال پول گرفتی، هم از اینا تو سیاه کار کردی. من اصلا مونده بودم خدای، فقط میگم چیزی که نگاه کردم یا گفتم نه این خط منه، نه این امضای منه. تو آن من برگشتم گفتم این کارت پیشم بود اینجا نمونه، گفتم ببینید این کارت سبز منه، این نمونه امضای منه، ببینید این نمونه امضا با اون امضا یکیه، یه کاغذ بدید من همین الان براتون می نویسم، اگر خطا یکی بود من دیگه حرفی نمیزنم.
وقتی نوشتم مثلا طرف اینجوری رفت کنار، یهو گفتش که تو مثلا شما باید یه چند ساعتی توی کلم بمونید، برید مثلا مکدونالد جای هر جا که میخواییم برید، من نمیدونم، ولی ساعت 3 بعد از ظهر شما دوباره باید بیاین اینجا. ما این چون باید این وضع روشن بشه، شما میگید مال من نیست، اونا گفتن که تو گرفتی، برای خطنگار برده بودن. وقتی که خطنگاری اوکی شده بود و گفته بود این خانم درست میگه، خط تایید کرده بود که این خط این نیست و با 3 خط نوشته شده بود، وقتی که رفتم برگشت گفت خانم موینی ببخشید که شما رو معطل کردیم، ولی واقعا باید این مسئله روشن شد، چون پول کمی نیست، تهمت کمی هم به شما نبود. ما گزارش کامل رو و پرونده پناهندگی تو رو واسه مثلا اونجا استان حسن میفرستیم اولش، ولی برای این پلیس میره. سفر خوبی هم براتون میخوام دیگه. ما اومدیم فکر میکنم ساعت 9 شب بود من رسیدم خونه، از فشار عصبی که به خودم آورده بودم هیچی نمیتونستم حرف بزنم، هیچی نمیتونستم حرف بزنم. وقتی که این چیز شد، پلیس قبول کرد که پرونده منو دوباره به جریان بندازه، یعنی اولین جایی که من تبرئه شدم. ببینید من براشون کار کردم، 15,000 مارک میخواستن کلاهبرداری کنن از دولت آلمان. بعد خلاصه وقتی پرونده قانونی من از اون ایالت اومد این ایالت، ببینید خیلی چیز بود که روش نوشته شده بود این خانم گفته که زندانی بوده، شکنجه شده. ببینید درسته رژیم ایران ضد بشره، نقض حقوق بشر میکنه، نمیدونم اعدام میکنه. در سال 67، سال 67 که اون مثلا عملیات فروغ جاویدان شد، این تعداد آدم رو کشت، این خانم تو زندان بوده، این چجوری اومده بیرون؟ من هر چقدر پدر مادرش میلیون میلیون پولم داده باشن نمیذارن این آثاری به این بزرگی، آثار به این بزرگی رو نمیذاره، حتی اگر از زندانم بیاد بیرون توی خیابون میکشدش. این اصلا از ایران اومده بیرون، مگه پروانه است که بتونه پردر رو بیاد اینجا؟ من گفتم ببینید دست من توی ایران اینطوری نشده. شما این عکس رو، این عکس رو میشه نشون بدید؟ بله شمارهشو ندارید شما، اجازه بدید من توی عکس ها نگاه کنم. این عکسه که من یه دونه گلدون دستمه. بله. بعد این مشخصه که دست من خیلی ناجوره، تو مدرسه‌مه، اینجا اول رفتم مدرسه بعد رفتم سراغ عمل. بله اجازه بدید من اینو نشون بدم، الان دارمش اینجا. بله شما اگه اون ببرید روی قسمت دست یکم مشخصه. بله بله. که اینا گفتم که ببینید من توی عملیات فروغ جاوینا اینطور شدم، دست منو دکتر عرب فلان، اسمش الان یادم رفته، در فلان بیمارستان منو عمل کرد، اینا با پارافین سوزوندن، این اثری که الان میبینی روش مال پارافینه. خب اینجا خیلی عمل کردم. بعد از اون یعنی ببینید اومدم بهشون گفتم که من براشون این پولا رو جابجا کردم. پلیس برگشت گفت خانم اینا چقدر برای شما توته کرده بودن. گفتم که برای چی؟ گفت اگه پلیس شما رو با 20,000 مارک، با 50,000 مارک میگرفت چیکار میخواستید بکنید؟ گفت همیشه با کسی میرفتید، 2 نفری 3 نفری این کار میکرد. گفتم نه همیشه تنها بودم. گفت خب سازمان این کار کرد که اگر تو یه وقتی گیر پلیس افتادی، میدونی که اونا قبول نمیکردن این 50,000 تا مال اوناست، تو درد سر میافتی. حالا یعنی واقعا ببینید منی که خود نیروی خلص اینا بودم، منی که نور چشمی اینا بودم،
نباید میرفتم حرف میزدم، نباید از خودم دفاع میکردم. من رفتم همه واقعیت ها رو به پلیس آلمان گفتم، همه واقعیت ها رو گفتم، یعنی نه یه ذره کم نه یه ذره زیاد. واقعا الان مثلا خب یکی دوتا نامه هست من براتون میخونم. پیامی به خانم موینی: از اینکه شما رو زنده میبینم خوشحالم. خانم موینی: از یک گزارشی که به طور اتفاقی به دست من افتاد که از طرف مهدی حاجی نژاد نوشته شده بود برای فهیمه اربانی. اگه یادتون باشه اون زمان محور دو بودیم و شما فرمانده دسته مکانیزه و بعد از آن در داستانهای زندانهای سال 73 از یک از دوستانم خواسته بودن که اگر میخوایی زنده بمانی و آزاد بشی از این چند تا اسم یکی رو انتخاب کن و یک سری مزخرفات که لایق مریم و مریم رجوی و فهیمه بود را بنویس که یکی از این اسامی اسم شما بود، که بعدن دیدیم که جریان وار است و هر کس رو برای بازجویی میبرن همین لیست رو میذارن جلوش. اسامی هم اسامی بود که مثل شما خانم های دموکرات بودن که مسخ رجوی نشده بودن. اعتراف میکنم شما تنها خانمی بودید که مسخ رجوی و جا و مقام های اهدایی به سرسپردگان سرسپرده های دیکتاتوری رجوی اطاعت میکردن و دیکتاتوری رجوی ساریجاری میکردن نبودید. وقتی از زنده بودن شما با خبر شدم ابتدا باور نمی کردم. باورم نمی شد. واقعا خوشحال بودم از اون گزارشی که از اتاق مهدی حاجی نژاد کش رفتم. جریان زندان های سال 73 فکر نمی کردم شما رو زنده گذاشته باشن. همیشه عذاب وجدان داشتم که ای کاش شما را از اون گزارش مطلع می کردم. باور کنید وقتی از سلامتی شما با خبر شدم انگار بار گرانی از روی دوشم برداشته شد و از آن عذاب وجدانی راحت شدم. خودتان می دانید که رجوی خیلی از کسانی مثل شما را سربه نیست کرد. امیدوارم هر کجا هستید به کوری چشم رجوی شاد و موفق و سربلند باشید و این را بدانید که آن موقع هم در یک محور بودیم. شما به خاطر همین آزاد اندیشی و انسانیتتان مورد احترام همه ما قرار داشتید. باز از این که می بینم شما سلامتید خوشحالم که از گزند رجوی جان سالم به در بودید. یا این نامه آقای نادر نادری بود، چون برام داده بود تو سایت درد شده بود، من اسم ایشون رو آوردم، ولی کس دیگه هم برام نوشته که نخواسته فعلا اسمش فاش بشه. خانم موینی: وقتی که ما به منطقه برگشتیم در سال 1376 رجوی برای همه خانم‌های عضو و کاندیدای شورای رهبری نشست گذاشت. در اونجا خیلی عصبانی فریاد می‌زد و فحش‌های بد و بیرا می‌گفت در مورد پانسیون آلمان و اینکه این خرچه‌ها، ببخشید، خرچه‌ها یعنی همون بچه‌های کوچه، این خرچه‌ها منظورش بچه‌ها دردسر سازمان هستن. اشاره کرد به مشکلاتی که مالی‌شویی و گند و سوء استفاده مالی انجمن‌های قلابی حمایت از کودکان در آمده است و در این رابطه سوزش و درد خودش را از ضربه‌ای که تو به آنها زده‌ای گفت و خانم اعظم رحمانی را بلند کرده بود با یک تعداد دیگر که اینها با گریه و زاری ابراز ندامت و پشیمانی از کرده های خود در حضور رهبر انقلاب می کردن. و اونجا رجوی با فریاد گفت اینقدر شما بی ارزه بودید که این زنی که زهرا معین، حتی نمی گفته معینی، رو جمع جور کنید و در همین نشست گفته شد که همه چی را رفته به پلیس گفته و به ما ضربه زده. و بعد هم گفت به خاطر اونا گفتن به خاطر دزدی هایی که کرده بود ما اخراجش کردیم. یعنی واقعا قباحت داره. خانم زهرا معینی، اگه اجازه بدید، چون در رابطه با همین صحبت هایی که شما کردید تلویزیون مجاهدین یک قسمت برنامه گذاشته، حدود 4 دقیقه و نیم هست، اونو به بینندگان نشون بدیم تا اونها بهتر قضاوت کنن. کسی که مسئول پول جمع کردن بوده، کسی که
پولهای کلون را از این کشور به اون کشور، از این شهر به اون شهر می برده، امروز سازمان چگونه دربارش صحبت میکنه تا اینها بتونن بهتر تصمیم بگیرن؟ ببینید من مثلا شده عضو هیئت اجراییشون بودم، یه دفعه شدم اخراجی. بله دیدم شما حتی در اون موقعی که گفتید که خانم ها مسئول شدن، شما یکی از اعضای رهبری بودید و اینها. این خیلی جالبه. اجازه میدید ما این ویدیو رو نشون بدیم؟ بله با هم اصلا. بله دوستان عزیز بریم این ویدیو رو با هم ببینیم و برگردیم برنامه رو پی میگیریم. مرسی. به این ترتیب رژیم آخوندی در فاز سرنگونی به ناچار مزدورانی را که تاکنون میخواست به عنوان اپوزیسیون غالب کند به چنین موضع‌گیری رسوایی کشنده که به آشکارترین صورت ماهیت واقعی آنها را به عنوان مشتی مزدور جیره‌خوار بی‌مقدار گشتاپوی آخوندی برملا می‌کند. شماری از مزدوران مانند علی قشقاوی، حسن خلج، بتول ابراهیمی و عباس صادقی نژاد از ابتدا با مأموریت نفوذ در صفوف مجاهدین به منطقه مرزی رفته و پس از لو رفتن مأموریتشان قرارگاه های مجاهدین را ترک کرده و یا اخراج شدند. آنها در اولین فرصت خود را به اربابانشان در وزارت اطلاعات در تهران رسانده و پس از دریافت مأموریت جدید بر ضد مجاهدین و مقاومت به کشورهای اروپایی اعزام شدند. تعداد دیگری از آنها مانند ادهم طیبی، میلاد آریایی، امیر موثقی، کرومادوریان و علیرضا میرعسکری پس از اینکه قرارگاه های مجاهدین را ترک کرده یا با سرقت خودرو و سلاح گریختند خود را به رژیم تسلیم کرده و به خدمت وزارت اطلاعات در آمدند و پس از کسب اعتماد رژیم آخوندی برای اجرای مأموریت به اروپا گسیل شدند. برخی دیگر مانند محمد کرمی، بهزاد علی شاهی، احسان بیدی، بتول سلطانی، حسن پیرانسر، علی جهانی، مجید روحی، عادل اعظمی، میرباقر صداقی، مهدی نیکبخت و غفور فتاحیان پس از رفتن به نزد نیروهای آمریکایی در تیف یا تسلیم به نیروهای عراقی و رفتن به هتل مهاجر به استخدام وزارت اطلاعات در آمده و سپس برای توجیه و آموزش به ایران منتقل شدند و با پاسپورت‌هایی که توسط وزارت اطلاعات صادر شده برای جاسوسی، شکنجه روانی و یا اهداف عملیاتی مجدداً به عراق و یا کشورهای اروپایی منتقل شدند. پیش از این مقاومت ایران کپی پاسپورت‌های برخی از آنها مانند احسان بیدی و بتول سلطانی را منتشر کرده است. بسیاری دیگر هرگز عضو مجاهدین نبوده و به این سازمان پناه آورده و یا به دلایل خانوادگی مدتی در کنار مجاهدین زندگی می‌کردند و پس از ترک قرارگاه‌های مجاهدین گشتاپوی آخوندی آنها را به استخدام خود درآورده و برای پیگیری مأموریت‌های محوله به خارج کشور فرستاده است. بخش قابل توجهی از این مزدوران در فاصله سال‌های 1365 تا 1375 یعنی 18 تا 28 سال پیش از صفوف مجاهدین اخراج شدند. مزدوران علی اکبر راستگو سال 1365، مسعود جابانی سال 1365، میترا یوسفی سال 1372، کریم حقی سال 1372، فرزاد فرزینفر سال 1371، حسن عزیزی سال 1370، زهرا معینی کروکندی سال 1372، همیرا محمد نژاد چاوشی سال 1373 و مسعود خدابنده سال 1375 در این شمارند. سابقه مزدوری شمار قابل توجهی از این عناصر من جمله راستگو، خدابنده، کریم حقی و جاوانی طولانی است. علی اکبر راستگو که در مأموریت‌های محوله از اسامی بهمن و دکتر بهمنیار هم استفاده می‌کند و جز چند ماه در سال 1365 هیچگاه نزد مجاهدین نبوده، از سال 1373 در ارتباط با سفارت رژیم در آلمان قرار گرفته و به استخدام اطلاعات آخوندی درآمد و جزئیات مزدوریش بارها از سوی مقاومت ایران فاش شده است. در 24 تیر 1387 مجله آلمانی اشپیگل خبر دستگیری این مزدور در بغداد را
که برای جاسوسی علیه مجاهدین به عراق رفته بود منتشر کرده. خب بینندگان عزیز سلام مجدد، ممنونم که تا این لحظه با ما موندید. تا آخر برنامه بمونید، چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه نیست، ولی خودتون شاهد بودید، صحبت‌های خانم معینی رو شنیدید و این فیلم رو هم دیدید که چگونه یک سازمانی خودش رو به چه درجه‌ای میاره پایین که با افرادی که ازش جدا شدن و تا دیروز خواهر زهرا بودن، برادر ایکس و ایگرگ بودن، امروز اینجوری. من نمیدونم این آقای گوینده این همه فحش و تهمت رو رفته بود تمرین کرده. خانم معینی میخنده. خانم معینی میکروفون در اختیار شماست، بفرمایید. والا اینا همشون انگار که از چاله میدونه، ببخشید خیلی عذر میخوام، از اون یعنی بی‌فرهنگ‌ترین آدما اومدن. هرچند که میگن ما، مسعود همیشه میگفت که من گشتم تک به تک شما رو پیدا کردم، میدونید تک به تکتون رو پیدا کردم، من میدونید چه چیزی در رابطه با شما دادم. از یه طرف ماها رو انگار از تو خیابون جمع کرده بوده، ما بدبخت بیچاره نمیدونم نه لباس داشتیم نه خورد و خوراک داشتیم، نون و نمک رهبری رو میخوریم و کارش نداریم. نمیگه که بابا پدر صاحب همه رو داریم در میاریم. از اون طرف دفعه پیشم من براتون خوندم، حالا میخواییم مثلا اسمشو بذارید محاکمه من، زهر چشم گرفتن از هر کی، من نمیدونم، ولی واقعا من دوباره اینو میخونم براتون. ببینید وقتی خود مسعود، خودی که اونی که میگه من با من رهبرم، وقتی اون از دهنش اینو در میاد، این آقای گوینده که دیگه مگه چه کار است، اینا هم میشن مثل همون بادمجون دور قافچی ها، مثل همین هواداراشون که اینجا مثلا بهشون پول میدن آقا پاشید بیایی مثلا فرانسه دو ساعت تو فیلم ما باشید و برگردید. دفعه پیشم براتون خوندم، این دفعه هم چون همه مطالبم رو تقریبا گفتم، جا داره که اینم باز بخونم. یکی از بچه ها که اومده و هنوز نمیخواد که اسمش گفته بشه میگه که خانم معینی، مطالبی بود که خواستم با شما درمیون بگذارم، اما به دلایلی اسمی از من نبرید لطفا، اما اگه لازم شد میام و موزه گیری میکنم. قبل از اینکه مطالبم رو بنویسم از شما باید که عذرخواهی کنم از اینکه مجبورم از بعضی از جملاتی استفاده کنم که آن جملات برازنده مریم فهیمه اربانی مشگان است، چون در آن زمان ما شما رو نمیشناختیم و مجبور بودیم که ما همه در اون نشست حضور داشته باشیم، بعضی از چیزها رو بشنویم. یادم میاد سال 1996 بود، رده من در اون زمان MO بود و از قسم خوردگان و گوهران بی‌بدیل دستگاه رجوی بودم. نشستی تشکیل شد که در آن نشست جمعی از MO، MS، ST مثل عباس داوری، نمیدونم مهدی ابریشمچی، احمد واقف و غیره و همه شورای رهبری در آن شرکت داشتند. اون نشست در مورد شما بود. مسعود رجوی که معلوم بود از چیزی خیلی ناراحته، وارد شد و روی سن بالا و پایین میشد و تون تون سیگار میکشید. همگی ما تعجب کرده بودیم که چه اتفاق افتاده. همه به هم نگاه میکردیم و کسی جرأت نمیکرد سوال کنه چی شده، چرا مسعود اینطوری میکنه. یک سکوت عجیبی اونجا حکم فرما شده بود. مسعود رجوی خواست که محمد حسن بهشتی بیاد پای میکروفون و وقتی اون اومد پای میکروفون از اون پرسید اون افریته ملعون استفراغ خوش شده و چند تا نقطه رو چیکارش کردی؟ البته اینا فوشه خیلی خوبشه، اون بنده خدا دیگه گفت من نمی نویسم اوناشو. در جواب اون هم گفت طلاقش دادم و کاری باهاش ندارم و نمیدونم هم کجاست چی کار داره میکنه. مسعود دهان کسیفش رو باز کرد و بدترین القاب رو شروع کرد به
کت به شما دادن، فحشایی میداد که فقط در چاله میدونهای اون پایین شهر پیدا میشد. اینقدر زشت بود که ما مردها وحشت کردیم و رفتیم زیر میز قایم شدیم. شما که اونجا نبودید، خطابش به همسر شما بود و زهرش رو به شما میزد. در اون نشست داشت اون تینت حیوانی خودش رو بروز میداد، طوری از شما و کارهاتون سوخته بود که حد نداشت. همسر سابق شما که هاج و واج مانده بود و پای همون میکروفون تعجب خشکش زده بود، مسعود رو که به همسر شما ادامه داد که اون افریته ملعون دم در آورده و داره دم تکون میده، رفته پیش پلیس و بر علیه من حرف زده. اون افریته قلب منو نشونه گرفته، خاک بر سر تو، این افریته دست پرورده توست، تو مقصدی که اون به این درجه از وقاحت رسیده، تو مسبب این هستی که اون مزدور بشه و علیه ما اون دهان کثیفش رو باز کنه و اقداماتی رو بکنه، و حالا تو باید بری و بالا بیاری و پروژه بنویسی که چرا اجازه دادی اون ملعون به این درجه از شقاوت و وقاحت برسه. همونطور که در اول این نامه نوشته بودم، ما که شما را نمیشناختیم و نمیدونستیم که چه کسی زن یا شوهر چه کسی است. زمانی که خود من از اون فرقه بیرون اومدم و در جریان افشاگری های شما قرار گرفتم، متوجه شدم که آقای محمد حسن بهشتی همسر سابق شما بوده و یکی از سرسپردگان فرقه رجوی است، و این گونه شما بدونید که در همان زمان سوال همگی این بود که این خانم کی هست و چه کار کرده که مسعود رو اینطور وحشی کرده. خانم موینی، هر جا هستید موفق باشید و از اینکه از اون سیستم رجوی نجات پیدا یافتید و تشکیل خانواده دادید به شما تبریک میگم، چون که رجوی ضد خانواده است. ببینید آخه این مرد آخه نمیاد به خودش بگه که اگر این هرچی هست من پرورشش دادم. آخه چه وقتی به بهشتی داره؟ همیشه ترسیده که بخواد یکی بخواد حرف بزنه یا سوالی ازش بکنه. بسیار ممنونم از شما. اجازه بدین یکی از دوستان همین الان در لحظات آخر برنامه یک نوشته ای رو فرستاده، من این رو هم بخونم و برنامه رو با هم به پایان ببریم و ختم کنیم. نوشتن که سلام، در تایید صحبت‌های خانم معینی باید بگویم که مجاهدین بسیار حرفه‌ای هستند در ساختن پاسپورت، کارت شناسایی، کارت رانندگی، کارت پایان خدمت، ایشون فنگلیش نوشته برای من مشکل خوندن، و هر کارت دیگری هستند، جعل امضا، که برای مجاهدین کار بسیار پیش پا افتاده‌ای بوده و هست. ما با یک سازمان مافیایی روبرو هستیم و رجوی پدرخوانده این سیستم می باشد. دوستانی که فیلم های مافیا رو دیدن می دونن که سرکرده مافیا همیشه به نام پدرخوانده ازش نام برده می شه. خانم معینی، من از شما بسیار ممنونم و امیدوارم در برنامه های آینده بیشتر به صحبت های شما، درد دل های شما، تجربیات شما گوش کنیم و برای شما بهترین ها رو آرزو می کنم. منم خیلی خوشحالم که این وقت رو در اختیارم گذاشتید. ببخشید اگر از بعضی جملات استفاده کردم که زیاد جالب نبود یا خیلی ناراحت شدم. من باید حرفامونو بزنیم، باید بیایم که ببینید مردم ما تاوان دیگه رو نباید پرداخت کنن. اگر آگاهی داشتن شاید سال 57 یه اتفاق دیگه می افتاد، ولی حالا اون شد. ولی ما دیگه نباید این آخوند رو وردانیم یه آخوند دیگه بذاریم، فرقی نمی کنه. جمهوری اسلامی و مجاهدین هر دو دروی یه سکن. امیدوارم که مردم بدونن کسایی که اومدن، از کسایی خواهش میکنم که اومدن و تا الان سکوت کردن، سازمان داره از سکوتشون بی نهایت استفاده میکنه. بیان بلکه این بچه هایی که الان توی لیبرتی هن نجات پیدا کنن، بلکه اول همشون نجات پیدا کنن، بلکه انقلاب بشه نشه دیگه، اونش هر اتفاقی بخواد بیفته باید در داخل ایران بیفته، نه از خارج به داخل.
ممنونم. خیلی ممنونم. آخر هفته خوبی داشته باشید. شما هم همینطور. به امید روزهای بهتر برای همه ایرانی ها، برای همه انسان های این دنیا و این جهان. مرسی. خب دوستان عزیز، با خانم زهرا معینی بودیم. اگر صحبتی، سوالی، پرسشی، نظری دارید حتما مطرح کنید، بپرسید. و اگر هم مایل هستید مهمان برنامه کانون باشید، کانون آوا، مستقیما باشون تماس بگیرید. وبسایتشون آوا اسوسییشن، آوا خط فاصله اسوسییشن .de. اگر هم مشکل براتون پیدا کردنش، از روی وبسایت مردم تیوی میتونید باهاشون تماس بگیرید و باهاشون در تماس باشید. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم. برنامه ها رو پی میگیریم و لطف کنید تلویزیون مردم و این برنامه ها رو به دیگران هم معرفی کنید. و بارها گفتم، باز هم اعلام میکنم که این تلویزیون اگر مجاهدین هم بخوان میتونن ازش استفاده کنن، همونجوری که قبلا کردن. و کمک بزرگی هم بود به از لیست تروریست بیرون آمدنشون. گفتیم تلویزیون مردم، مجاهدین هم جز مردم هستن، این دوستان هم جز مردم هستن و 77 میلیون به روایتی 80 میلیون ایرانی همه جز مردم ایران بوده و هستیم و خواهیم بود. پس با هم باشیم و از تلویزیون مردم اونگونی که باید استفاده کنیم، نه سوء استفاده. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. مرسی.